درود به بینندگان عزیز به یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوهای بین رشته‌ای خوش آمدید. روزگار هزاره‌ها در پاکستان به چه شکلی است؟ وضعیت جغرافیایی آنها، جمعیت آنها، کاروبار آنها، تحصیلات، نهادهای فرهنگی، نهادهای اجتماعی و سیاسی به چه شکلی می باشد؟ رابطه هزاره ها در پاکستان با یکدیگر چطور است و با هزاره ها در هزارستان و سایر نقاط جهان به چه شکلی است؟ برای پاسخ به این سوال ها که سوال های کمی هم نیست، ما به دیدار یکی از چهره های شناخته شده هزاره در پاکستان میریم، یکی از چهرهایی که خب بسیاری او را میشناسند. من آقای رضا وکیل را دعوت میکنم در استودیو تشریف بیارن و گپ و گفت خودمان را با یکدیگر داشته باشیم. آقای رضا وکیل عزیز، بسیار خوش آمدین به این برنامه. در ابتدا سلامت باشین. یک جهان تشکر از آقای کامران میرهزار. بنده محمد رضا وکیل، یک فعال سیاسی از سن 18 سالگی و فعال مدنی. البته درسای ما سند ماستری دارم در جورنالیزم از دانشگاه بلوچستان، قریب 31-32 سال میشه که سند ماستری خوره از دانشگاه بلوچستان گرفتم. 30 سال یا بیشتر دا برنامه هزارگی رادیو پاکستان فعالیت کردم و فعلا هم شب و روز در خدمت قوما هستم. قوما از برنامه های فیسبوکی ما تمام شاگاه هم عالی. بیش از 2 دهه میشه که شما، یا 2 دهه 3 دهه میشه که شما فعالیت ها را در زمینه هزاره ها و فعالیت های هزارگی انجام میدین، درست است؟ از 4 دهه زیاد میشه. از 4 دهه زیاد میشه. خب بسیار جوان دیده میشی دیگه دی. همسن به بحث دیگه دی. تقریبا دوی شک نیه، همت ما زیاده دیگه، حوصله کار زیاد دارم، کلی دوستا خبره. آفرین. فعالیت ما کمی نمده دیگه. در زم همی تمامی بینندهای محترم در سر تا سر جهان، هر فردی از را و غیر از را، هر کس که ما را میبینه و زبان از ما را مفهمه، در خدمت تمام شی سلام و احتراماتی بسیار عمیق عرض منو. سلام و احترامات به بینندگان عزیز که عالی عمیالی کم کم خب میاین و برنامه را میبینن و در فیسبوک، در یوتیوب. دوستا، قومای گرامی، بینندگان عزیز، اگر سوالی، پرسشی، نظری دارن میتونن در یوتیوب نظرات خود بنویسن. در جریان برنامه آقای وکیل عزیز در اینجا هست و ما کوشش میکنیم که به پرسش های شما پاسخ داده شده. خیلی خوش آمدی. دمی معرفی خو یک جمله دیگر، یک خبر دیگر قوما را اجازه بدم. آره بفرمایید. در اختیار من، در خیال از من اولین شخصی در بین هزاره های کل جهان بودم که خبرنگار ژاپنی را 65 روز در اکثر مناطق هزاره جات پای پیدا گشتاندم و خد مردم مصاحبه کده و برای اولین بار ما بودم که هزارستان را در کل جهان معرفی کردم. در امو خبرنگار، نام امو خبرنگار یادتان است؟ نام از او توشی هیرو یوشیدا بود. امو خبرنگاری نبود که در دایکوندی یک فیلم کوتاهی رم گرفته بود از دنبور زدن و بازی خاصی که او نبود؟ نه، یک خانم چرا که مو وسایل ویدیو نبرده بود. او زمان وسایل ویدیویی هنوز او قدر سبوک نمده بود که آدم در پشت خوب برده بیتن. آره او وقت دیگه تکنولوژی کامل به این شکل نبود، قدر ترقی نکده بود. بله، اینترنت نبود، کامپیوتر شاید ایش نبود. در اونجا کامپیوتر داشته شما در اون زمان؟ نه هیچ کامپیوتر را نامشم کس نشنیده بود.
آه دیگه کامپیوتر نبود، وقت کامپیوتر نباشه دیگه اینترنت و ای شبکه های اجتماعی که دیگه هیچ وجود نداره. هنوز گاهی وقتا من امون دوران را که هیچ کامپیوتر نبود دیگه مردم خط نوشتن میکردن، روان بله میکردن و او دست بله یک دنیای برای خود داشته گده. بسیار بسیار خوش آمدین به سلامت گپ و باشین، گفت چند رسانه ایم. سلامت باشین یک جان، تشکر از شما. امیدوار هستم که گپ و گفت خوبی، چای مای دارن امرایتان که چون آل نیش بله هستم سلامت باشین، سلامت دوست. باشین، چای داروم، لیمو داروم، اگر نزدیک مو بودی در خدمت حاضر. دو ساعت سه ساعت مقصد هست در خدمت شما هست دیگه، در اینجا دیگه خسته ما نشوید. هم ما هم در خدمت تمام دوستان و قومها حاضرم. بسیار زنده باشین. خب بریم در برنامه خودمان. ما بله یک لیست بسیار طولانی از سوالای مختلف را دارم با جزئیاتشان، تقریبا 20-21 سوال است که باز هر کدام از اینا باز سوالای مختلفی دارد از زیر مجموعه خودشان. اول از همه در مورد تاریخچه حضور هزاره ها در اون منطقه جغرافیایی در پاکستان، البته پاکستان خود کشور پاکستان میدانیم که خب از چند دهه از استقلالش بیشتر نمیگذره، اما پیش از او هم خو هزاره ها در اونجا حضور داشتن. اگر میشه یک تاریخچه ارائه کنین از حضور هزاره ها در اون بخش از جغرافیای جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم آزرق دو مرتبه در شبه قاره هند آمده که از یک مرتبه شی اکثر مردم آزرق خبر نداره. ایلخانای بامیان در زمان ارغون خان در نیمه اولی قرن 15 عیسوی یا مسیحی در سیند آمده بودن و یک منطقه که ساحل بسیار مشهور تجارتی بود به نام چچا نزدیک حیدرآباد سیند است و در این منطقه آزرگو حکومت خود برقرار کردن و از قراری معلوماتی که ما دارم 85 تا 100 سال را در این منطقه حکومت کردن و قبرستانی که در او زمان اینا جور کرده بود در منطقه مکلی نزدیک خود همزی منطقه چچا است که در حیدرآباد سیند نزدیک در کراچی هم نزدیک و این یکی از دو قبرستان های تاریخی جهان است که میراثی کل بشر حساب میشه و صدها هکتار جغرافیه زی قبرستان است و اگر ساختمان از قبرستان را کس ببینه حیران میشه که سنگار مثل چوب حکاکی کده نام مرحوم را نوشته کده، شعرهای فارسی نوشته کده، آیات قرآن نوشته کده، بعضی قبور مثل محل پادشاه وری جور شده و تا هنوز هم امیتر ثابت منده. یک دفعه مردم از دا نیمه اول قرن 15 میلادی دا شبه قاره هند آمد که او مردم باقیات شی ما خودی ما معلومات ندارم، البته شنیدم که دا مناطق مختلف هند دا نیپال حتی فیلیپین این مردم هستن و زیاد امکان داره که زبان خو نداشته باشه، مذهب خو نداشته باشه، لیکن خود خورا موگا که ما هزاره هستی و ای را خبر نداره که چرا اونا را هزاره هم ده. باز دویم موجی یا دویم کوچی از را در منطقه کویتا که فعلا بلوچستان پاکستان گفته میشه، بعد از سقوط هزاره ها، بعد از شکست هزاره ها توسط عبدالرحمن که عبدالرحمن یک موری انگلیس بود و تاریخ در تاریخ ماش تمام معلوم شده که چه قسم ماش میگرفته بوده دیگه. در اون زمان اول مرتبه آزره اینجی که
خانه والی کسته یا د افغانستان کې ولایت مګه د ولایت از اینجی که همده بود که انگلیسان اونجی بودی ولایت فعلا هم ولایت بلوچستان والی بلوچستان که مو گورنر مگی والی بلوچستان همونجی میشنه دفتر انگلیسا همینجی بوده آزره برای شکایت همینجی پیش خود انگلیسا د ولایت همده بوده و ایر آزره خبر نبوده که کلی جنگای افغانستان همزینجی اداره مشه عبدالرحمن همزینجی اکمال مشه توبها برای عبدالرحمن امزنج رئی مشه و عبدالرحمن دیگه مکمل زیر دست و نظارت انگلیس ها بوده و امزنج اداره مشده بوده بعد از او که آزره شکست مخره دیگه آزره در سالهای 1890 میلادی اندازه مشه که در سالهای 1890 میلادی که قندار سقوط مونه که تمام آزرستان سقوط مونه باز آزره استیسته اینجا کوچ مونه وقتی که در اینجا مایا انگلیس ها هم خبر داشته بوده که اینا یک قوم با استعداد و از اینا باید کار بگیریم بس یک لوای انجینیری در نام 106 هزارا پایونیر که هزارگو خود شی بوده چون که به سواد بوده انگلیسی زیاد بلد نبوده هزارا پانیر مگنیر نه پایونیر که در انگلیسی میشه PIONEER دیگه یک لوای انجینیری تشکیل میده که در اونجی آزره را جلب مونه و ای آزره در بلوچستان و دیگه مناطق پاکستان بسیار کارهای تاریخی انجینیری مونه کوها را سلاخ کده راه های قطار جورنه راه های سرک جورنه پول های بسیار خوب از اون زمان آزره برای ازی مردمی بلوچستان جورنه دیگه اینی دو دفعه مردمی آزره از افغانستان کوچ کده کی د بین از او مردم خدا رحمت کنه جنرال موسی هم بوده د می لوای انجینیری زی باز باکولی از ما خدا رحمت کنه غلام رضا وکیل نام فهم د سال های 1905 هم ده بوده که 3 هم ده بوده 4 هم ده بوده دیگه او هم د می لوای انجینیری انگلیسا شامل شده بوده می تر زیاد از د می چی بوده بوده و بعد از اینکه تشکیل پاکستان یا به اصطلاح آزادی پاکستان نزدیک میشه باز انگلیس ها همی لوای انجینیری خورا لخ منامی را منحل منه بعد از او هم در دوره های مختلف شاید از آراها آمده باشن در نتیجه جنگ های که در داخل همون دوزخی که اوغان ها جور کردن و نامش افغانستان ماندن در اونجا بسیاری از هزاره ها ناچار شدن کوچ کنن از مناطق مختلف هزارستان به یک تعداد زیادی به ایران و شاید تعداد زیادی هم به پاکستان آمده باشه چطور در آره ای خو ای طرح که بلی حضرت چون که صحنه زندگی زیاد تنگ شده بود ظلم زیاد بود مثلا کاکای کلان از مره که از پدرم کلان بود عبدالحسین نام داشت عسکری ازی در خوست بود یا در جلال آباد بود دیگه ای کاکای ما امو صاحب منصب شی که اوغو بوده در بود خمیده قد رنگ بود کیره رنگ خب یک کسی که از دیهاتای از آرستان هم در رنگ بود یه جوش نکده او که بود از دیر رنگ منه شاید صحیح رنگ نکده روست رنگ نکده امی اوغان فقط صاحب منصب اوغان فقط بلده یک قطی رنگ بود که یک کمشی اگر زایه شده باشه فقط بخاطر یک قطی رنگی بود ام توفنگ رو میگره کاکای از برمک شد پدرم مگه خوب بیزم پدر خود ما در فوج انگلیس در هندوستان رفته یا در شیب خاره هند رفته پدرم مگه دیگه ما در میگه کشور ایچ نمیشیم نان امزی کشور رو نمکنم در میگه کشور نفس نمیگرم امزی کشور گریخته مورم بس از اون پاس پدرم پیش از تشکیل پاکستان پیش از آزادی پاکستان از دست سختی های حکومت افغانستان امیتر که آتی خود ما گریخته هم ده امیتر یک گلوک مردم ها تا امزی روز را مردم کوچ کده ما بعض وقتا دوستایی که از وطن هم دن در مجالی سزینا که میشنم در محفیل های زینا مگم امیر روز را تغییر بیدیم ما که ریزه بودم چار نیم ساله پنج ساله بودم از او زمان شما کوچ کده پاکستان ماین تا هنوز را کوچ شما ادامه داره
باین بیشین یک جای تمامی عزره تمامی جهان بیشیا بدون تفریق مذهب شیعه سنی اسماعیلی پاکستانی افغانستانی ایرانی عزره که حال در مختلف جهان کشورهای جهان تیت پرخشده بیشیا خود خورا امزی کوچ نجات بیدیا بس دیگه تا خیر ما کوچ کنیم در تمام دنیا تیت پرخشنیم یه قدر کوچ کده بورم آخر وطن خالی مشه از خاک یا وایی و اجدادیز ما ورکی نگاه کنه ورکی حفظ کنه دیگه این مردم ادامه داشته کوچ از این مردم همیشه بوده. یک سوالی که پیش می آیم خب او هزارهایی که از زمان هند بریتانیایی در اونجا ساکن بودن و یا در عمو دوران در اونجا وارد شدن و یا بعد از جنوساید بزرگ در دهه آخر قرن 19 وارد پاکستان شدن و در کویته هستن، اینا همه شوالی پاکستانی هستن دیگه، یعنی تمام اسناد و مدارک هویت پاکستانی را دارن و شهروند اونجا محسوب میشن، درست است یا نه؟ طبعا همون ترموشه دیگه، وقتی که مثلا ما از اون وقت اینجا زندگی کرده که پاکستان وجود نداشته، پس آن پاکستان جور شده. مثلا آتی از من مگه ما یک سال پیش از پاکستان مگه ما خبر نبودم که پاکستان جور میشه. ما باید یک کارگر در باغ هندو که حالی اونجی اسکولی یزدان خان جور شده، پس پوشت از او یک بسیار کتا منطقه هم از تاکی در نامی کردی غلام مشهوره. اینجی مگه باغ یکو پاتیل بوده، پاتیل هندو دیگه آقا آتی منا قلبنا مگه ما یک چند آزره اینجی سیو میچیندی پیش از می آدم مزدور بدی، ما یک کلدار معاش از مو بود. مگه یک روز با کول آمد پدری آتی جنرال موسی صاحب آمد مگه ای مو رو گفت که فکر شم باشه از اینجی گو جای دیگر نرین که در زودی ملک مسلمان ها علایده جدا ملک جداگانه در نام پاکستان آزاد میشه، بز ما شما رو در فوج پاکستان در نظام پاکستان شما رو مبرم دیگه مورم اگه هندو کستا در باقش کار میکردی یک روپیه کلدار مورم آش میداد. جنرل بابه جنرل صاحب کی بر آزره پاکستان باکول مگفت این پدر کلان نه مگه باکول مگفت که شمور که ما در اونجی در فوت شامل کدوم باز بخیره شمور اشت روپی ما آش میدم دیگه. باز آتیه ما خدا رحمت کنه نقل منه مگه ما از جاغوری بودم، یک دو نفر از دیزنگی بود، یک نفر از بیسود بود، از مختلف مناطق هزارستان مو بودی دیگه. بگم برادرای دای زنگی ما مرا آزار میده تنگ میکد، بگفتی باکول تو خوب کتا کتا گفت مو هم یک روپی رو مصرف نمیتنی، باکول تو مگه ما هشت روپی معاش میدیم. مگه وقتی که پاکستان آزاد شد مو خبر نشدی دیگه، نه رادیو بود زمان نه مو بلد بودی رادیو مادیو رو. مگه یک روز باز باکول آمد او هستی؟ مو گفتی آن هستی باکول. مگه مو رو برد دا فوج پاکستان داخل کرد، اول نه معاش از مو 12 روپی بود، 12 روپی که پیسه کاغذ نبود، پیسه به اصطلاح حاضرگی پیسه آینگی بود دیگه نه فلزی دیگه. مگه ما از بعد پس رفقای خطانه می دادم که با کل 8 روپیه گفتد شما ریش خندی مکدی نیال چیز مگین که یال 12 روپی معاش گرفتی. نه درست است. بیننده های عزیز خب میدونن دیگه، من شاید لازم نباشه بگویم با کل که میگن بکلا پدر کلا نمو رقمی گفتن نمو معنا داره، خیلی از هزاره میگن بکله. باز خب این هزاره که در چند دهه اخیر آمدن در پاکستان و پاکستان خود تشکیل شده بود دیگه، در نتیجه افزایش خشونت ها جنایات سیستماتیک علیه هزاره ها، اینا اکثریتشان دیگه مهاجر محسوب میشن دیگه، نتونستن شهروندی پاکستان رو به دست برنن. در مورد وضعیت شهروندی از اینا یک کم معلومات بدین. آره ای امی برادرایی که دمی 4 دهه اخیر هم دنه بعد از کودتای افتی ثور یا طرفدارایش ور انقلاب افتی ثور مگنه، مو ازارهایی که یا پشتونایی که بعد از یه هم ده برای خود شناخت کارد رقم که جور کده شناسنامه پاکستانی یک مشکل داره، چون که کسی که از سال 78 که در افغانستان و در ایران حکومت ها تبدیل شد یا به اصطلاح خودون چی انقلاب آمد، از او پیش اگر سند داره او پخته پاکستانیه. اگر کسایی که سال 78 یا از او پیش سند نداره وا دیگه ملکی مسلمانه دیگه، شما خبر دارین در کشورهای
اروپایی در کشورهای کفر 6 سال 5 سال 4 سال کی پیشی پس نشنالیتی می دیا. البته کشورهای اسلامی یک چی ای حقوق بشر را قبول نداره که باید یک کسی که 10 سال 20 سال 40 سال تا 40 سال زیاده مردم در پاکستان ششته پاکستان اونا را نشنالیتی نداده. اگر کدام از یاد شناختکار داره وایا برای خاتون خود جور کده، خب فیلال مشکلات زیاده متاسفانه سر ازی کار نشده و پاکستان که است بسیار سخت گرفته، خصوصا برای آزره و پشتون که از 78 پیش اگر سند نداره شناختکارایش مشکوکه، باز برای پشتونا برای اوکنو یک آسانی خوبه که در دفترهای شناختکار زیاد اینا کارمندای دفتر شناختکار اینا زیاده و قد اوغنو خو زیاد مراحت منه. من روی بروی خودی دیدم تازه یک دو ماه پیش رفته بودم که نام بچه خو را کم زرم و اسپلینگ شروست کنم، یک نفر اچھا برای شناختکار خود تمدید کدو هم ده بود اوغو بود، از او که دفتر والا نفتر نفر دولت پرسان کد که از کجایی، او از زیاد چی رفت یک دم گفت از لشکرگاهیم، بس فوری دیس خینی رقم بلی دان گیریت ور خطا شد، بس اون نفری که در دفتر شناختکار شده بود و او بود دیگه، او بود خیره خیره سنزمه اشاره کرد که بوره بس تو بیا ال بر دور بشی دیگه، اون وای نقسم کاری مونه، مگر مو نفر از مو دوستای از مو در شناختکار آفیس در دفتر شناختکار نیه متاسفانه، مشکلات برای از مو زیاده. یعنی از لشکرگاهی که بخشی از هزارستان است به تصرف شده اشغال شده و به خیر زمانی به هزارستان بر میگرده. به خیر در یک تعدادی هستن، در تعداد زیادی جمعیتشان شاید نزدیک 5 تا 6 میلیون شده و در پاکستان و در هزار دیویژن در اونجا زندگی میکنن، اونا هم مزاره محسوب میشن، در مورد از اونا یکم معلومات بدن. این هزاره ها اولا دنامی هزاره قرلوق مشهور بود، هزاره قرلوق از اولا دیگه زمانای تیمور خان تیمور لنگ نه در اون زمان ها استه استه امو قرلوق یا قرلوق رفت در قرلوق بدلی شد بس کارلوخ هم از دانی مردم افتاد تنا دنامی هزاره من و منطقه زنا زیاده دیگه، من سهره و ایبت آباد و کلو جایا ہے اینجی کس در قد دپالوی زنا بعضی مردم که اونا را پهاڑی مگه اونا هم آباده، مردم پشتون هم در منطق زنا آباده دیگه، چند زیبو در اینجی گفتم شا پشتو یا سرائیکی یا پنجابی یا اصل بطه خودی مردم هزاره قرلوق زبونی که اینا گپ میسته بوره هندکو دیگه، اینا هم ممکنه 5-6 میلیون باشه، کلی هزاره دیویژن که است بخیشی تقریبا 9 میلیون نفوس داره قدم زی اوغو موغو قد تمام زیاد و متاسفانه مو هم قد زیاد بسیار جدی تماس نگرفته، ما که نماینده شاروالی بودم، نماینده منتخبی مردم بودم در شاروالی، قدیگا نماینده ها که مو در پاکستان کونسلر مگی چند سال پیش 5-6 سال پیش برای بازدیدی کلی پاکستان رفته بودی، خوب از در زیلی هزاره هم رفته بودی، ایتر تبین در هزاره که بیرسی ما خود ما بسیار یک آدم احساساتی از جوانی خویم تر احساساتی حاضره بودم، امونجی که رسیدم ما زیاد احساساتی شدم، چی مای ما از خوشحالی پراو شد و اول که چی ما افتاد بلی یک مجید افتاد، بلی یک مدرسه افتاد که بلیشی کلان نوشته بود مجید هزاره، مسجد هزاره یا مدرسه هزاره، بس قدرش سفیدا کی گپ میزدی ریش سفیدا خبر بود، بعض ریش سفیدا که عمرش زیاد بود 70-80 سال وا خبر بود که مو مزرعه اونا مزرعه، اکثر مردم خبر نبود، تر ازری از مو هم خبر نداره که اونا از ازری از خود مویا زبان از اونا یال تغییر کده، اینا در منطقه از مو اکثری از اینا دکان شیر فروشی داره، همینج در مریاباد دکان شیر فروشی داره، این مردم که است در کویتا هم زیاد کاروباری شیر فروشی رمونه، چون اینا گوداری موداری از گاه داشتن
دیگه منطقه خودون از بسیار خوشنمایه، منطقه خودون از آو داره، کو داره، بسیار سرسبز است دیگه. این مردم که است امو تقریبا 6 میلیون هم داره ممکنه نفوذ از اینا باشه. خب حالا شما گفتین مثلا نمو کلانای از اونا، اونا خبر دارن که ازاره هستن و با ازاره ارتباط دارن، ارتباط مستقیم تباری دارن. خب حالا مثلا در نسلای جدیدشان در بین از اونا کتاب متاب از این چیز هست یا نه، اسنادی هست که باز امی ارتباط تباری از اونا را با مردم هزاره نشان بده که بعد بتانن نسلای جدیدتر از اونا آگاه شوند بدانن؟ چون مسئله هویت مسئله هست که همیشه با انسان با آدمی هست، فرقی هم نمی کند در کجای جهان آدم زندگی بکند، در امریکا باشد، در اروپا باشید، در هزارستان باشید، در پاکستان باشی یا در تاجیکستان باشی، هویت بسیار مهم است. حالی برای همون منظور من ایست که کدام اسناد، کتاب ها، تحقیقات از امو هزارهایی که در هزاره دیویژن هستن مانده که نسلهای جدیدتر از اونا باز اشتیاق پیدا بکنن و دنبال امو ریشه های تباری و هویتی خودشان باشن؟ تا جایی که ما معلومات دارم حتما از این کتاب ها در زبان اردو زیاد بوده در سابق، در سین درباره تاریخ از ما زیاد بوده، چون که ما در سین بیشتر عرض کردم که 85 سال یا 100 سال در رأس حکومت بوده، خود ما حاکم بوده زمانای ترک و مغول دیگه. کتاب ها هست، ما یک چیز را نمو پاهم، هم حکومت سین، هم حکومت پنجاب، هم امی حکومت مرکزی پاکستان، تا جایی که ما اطلاع دارم، اما تاریخ هایی که تا پیشی مربوط حضرت پاکستان است اینا برای کلیگی تاشا کدن. یک وقتی یزنی از ما که یا چی بخیر در امریکای و در شعبه تاریخ ماستر کده بود دانشگاه بلوچستان، آقای ساقی محمدی رئیس آرکایوی کویتا بود یا معاون رئیس بود دیگه، امو زمان این زیاد کوشش کرد که کتابایی که در آرکایوی یا در آثار قدیمه که ما مگی در سند و در پنجاب است، زیاد کوشش کرد که او فوتوکاپی از گرزوا بگره. من خبر ندارم که این سیاست پاکستان، این پالیسی حکومت، این چرا این طرح، امونا بازی داد تا آخر از نه مرا بازی داد، در اصطلاح یزدگی ما یزنر کوکا میگی دیگه نه، کوکه مرا بازی داد، امو کتابایی که متعلق در تاریخ حاضر بود امونا را کاپیشی ندار، مو هم توالی موافق نشد گوی تر کتاب متاب را که نمیشته پاکستانی ها باشه پیدا کنی. البته حواله هایشی مختلف جای ایگو ایگو غیر دشمنی در نوشته های دیگرو، لیکن اطمان تاریخ بود است دره و اینجی مو از ری کویچا مو کتایی کده، مو کتایی کده، مو خدزو از ری از را دیویژن جدی تماس نگرفته. ما یک کنفرانس بود دوباره کشتاری مردمی از را ایگو 8 سال پیش یا 9 سال پیش یا 7 سال پیش هر دیاد منه منده در اسلام آباد، یک دنه ملا که از رنگ رو خو از کارای خو وحابی معلوم شد مره که یار دفعه میدید کتره ما رفت، بس ما رفتم بیه خزی شیشتم خود خود دزور دزی ملیدم، دیست چی دزور گریتم دیست نمیداد، میخواست از گیرم فرار کنم آکام گرفتم، گفتم تو مزره ایم هم مزره ایم تو وش تو باشه که دیوالی مذب قد از ما یکو جنجال جور نکنی. اینالی اگر ما نجیسیم تو رو نجیس کدم، اگر تو نجیسی مر نجیس کدی، لیکن نه تو نجیسی نه ما نجیسیم، تو وحابی ما شیعیم، تو کسته ایره چر نمو فهمی که تو مذب تو از خود تو یا ما مذب از خود ما، یا روزی قیامت خدا مو فهمه که کیره تا کجا رایی منه. خو گفته 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 ایره مجبور کدم که ای بسیار در قراری در رضایت خو دیست خسر ما پیش کد قد از ما قول داد یا به اصطلاح ازرگی چنبه داد، باز بغل کشی هم کد قد از ما. خو ما یک اندازه دارم از اینکه مو اگر فرصت کنی مو باید طرف از اینا توجه بدی و
و یک وقتی که اینا میخواست که یک ایالتی در نام هزاره یا صوبه که ما در پاکستان صوبه میگی یک صوبه در نام هزاره جور کنه، بابا حیدر خان از اینا که بود کوشش میکرد که صوبه هزاره جور کنه. در او البته برادرای اوغوی از ما زیاد مرخطا بود، چرا که یک بسیار کچه منطقه از صوبه خیبر پختونخوا قطع شده صوبه هزاره جور میشد دیگه. اونای شما خبر نداریم، ما حتی امو زمانم نکدیم که خدمتی بابا حیدر تماس میگرفتیم ممی که زیلی هزاره را صوبه هزاره را طلب مکد از حکومت پاکستان که مر جدا صوبه بدیم، مثل که بلوچستان یک صوبه یا سند یک صوبه یا پنجاب یک صوبه یا اون صوبه هزاره را طلب مکد دیگه. ما امو زمانم تماس نگرفتیم دیگه. یک و مشکل خبر چی اینال مثلا ما رضا وکیل نه، ما کدام مسائل از این مردم بیرسیم؟ مو باید کارای خود تقسیم کنی. مو بدبختانه ما تو رو خوش ندارم، تو مرا خوش نداری، ما فعالیت از تو رش خندینم، تو فعالیت از مرا رش خندینی. مو بعضی از را امزی خاطر هزاره را مگه هزار را نه، ای اشتباهه. مو هزار را نی، مو هزاره مردگاه هزاره گفتن همو هزره دیگه. مو باید بفهمی که اگر هزاره یا هزاره مو باید متحد بشید هر جای که زندگی بنی. مو کوشش کنی که کدام چیزا باعث نزدیکی از ما میشه، اما چیزا که باعث دوری ما میشه ما کم داره دوباره امزنا خدا خب بگری تحمل کنی یک دیگه خور قبول کنی نزدیک یک دیگه خوشنی. بس ما میتنی که اینی ای دفایده از ما، اگر ما ای زلیه ای دیویژن ای ازاره را ای ازاره قرلوخ را اگر ما قناعت داده بیتنی که ما شما یک ازاره و خدا پشت از ما دکو میشه. پس بسیار مهم است که هزاره ها همین نکته بسیار مهمی است. بیننده های عزیز، کسایی که مسائل هزاره و هزارستان رو دنبال میکنن در پاکستان، منطقه هزاره بسیار مهم هست، یک جمعیت کلانی هست، ریشه های تباری مشترک وجود داره ولی هیچ ارتباطی با هزاره ها وجود نداره و موانع زیادی هم است. البته طبق گفته آقای رضا وکیل عزیز تلاش های زیادی صورت نگرفته برای رابطه، اما موانع هم بسیار زیاد است و خوب است که وقتی که می خواهیم هدفمند برای هزاره و هزارستان کار بکنیم این مسائل را هم مد نظر داشته باشیم. خب بریم یک دفعه به پراکندگی جمعیتی هزاره ها در هزاره ها در کدام نقاط پاکستان، در کدام شهرها ایالتها بیشتر زندگی میکنن؟ هزاره از تمام زیاد نفوسی هزاره در کویتا، شهری کویتا زندگی مونه. از این باعت کستا یک منطقه که منطقه اوغنویا لانام لورالایی مگوره، از این باعت نفوس از ما دونجیه دلور لایی ممکنه دو سه ست خانه بوده ریال از خاطر درگا زوریش کوچ کده اینجا هم ده، لیکن خانه هایشی خانه های اصلیشی توال همون جیه. غیر از این یک منطقه دیگر هرنایی مگا که ما پارسال منجی رفته بودم ده هرنایی فعلا یک خانه منده، ده جوب یک خانه منده، همیتر ده سینجاوی هم کم خانه منده. د خوزدار کې د پسان آباد شده بود، د رای نیمه رای کراچی و کویټه یا از دنجی د قتل و کشتار مردم را پس فرار درجی کرد. غیر از او د کراچی د سه مناطق کراچی نفوس خوب چشمگیره دیگه، مطلبی تا چشمگیر که کویټه هست نیه، مقصد یک خو حسین هزاره گوٹ مگه یک هزاره گوٹ مگه ده ای دو منطقه ازرا آباد هست که ده نام ازرا یا یک منطقه دیگر کی متاسفانه امی علی فوری نام شد زیاد مرا اون کستا گاه زمان اون دشت بود، امون جی امی کسایی که ناجوری جزام دشت بچارو گو مرفت امون جی پوک مشد دیگر. آلی ازرگو رفته در دو منطقه خود دیگروم رفته، یک آبادی خوب چشمگیر در کراچی دمزی منطقه است. اگر دیاد من نام شما ده ما میگم بسیار مشهور منطقه ای، خود تصادفی گئی مشک در ظرف یک ثانیه یک چیز زیاده دم مورا منگاپیر
دیگه از رگور من گپیر مگه من گپیر در نوشته خو من گپیر ما خندم همیشه من گپیر نوشته در من گپیر کراچی از را نفوذ شی از سنگوٹ کدام زیاده از هزاره گوٹ کدام زیاده البته در دیفنس میفنس مختلف جای کراچی یک خانه دو خانه است غیر از او در حیدرآباد کم کلوتر از را باز یک منطقه را مو سانگرد مگی چون از رگو د الف بای کو ری نظره پورا ری تلفظ نه سنگر مگه سنگر نیه سانگړه بس د خیرپور استا د باز مناطق دیگه سندم یک خانه دو خانه از کونه زمان است که منده تبالی دیگه امی کلانترین نفوس یا زه د شهر کویټه د ماری آباد و د هزارتون بسیار خوب که جزء بلوچستان میشه دیگه ایالت بلوچستان می باشه. خب تمرکز اصلی جمعیتی هزارها پس بنابراین در مو پاکستان می باشه و این جدا از او هزار دیویژن هست، کسایی که تمرکز اصلی هزارهایی که خود از سوچه هزاره میگن، یعنی با همی یعنی مناطق که ما تذکر دارم، یعنی بنا کلیگیش زیبون چه هزارگیه، البته هزاری سین خام خواه لحجیش قد سندیا برمخره برابر مینه چون امون جی متولد شده یک خانه در بین دال خانه که یک خانه باشه خو خواهی نخواهی زیر تاثیر موره نه؟ بله طبیعتا آلی جمعیت تقریبی از هزارها در پاکستان مشخص است؟ چقدر هستن از این؟ ولا مشخص نیه، ما باز حیرانم نه که چرا غزی قص نفوسی کم کی ترس داره کی تشویش داره و دستایی کی در اینجا است که در مردم شماری دو سال 2017 هم نفوذ از مورا کم نشان داد که در رایگیری عمومی 2018 انتخابات عمومی پاکستان در او بریز ما مشکل پیش آمد. خب تقصیر خواهی نخواهی بوگی یا نگی تقصیر خودون مهم است برای عملی برای فعالیتی و کارهای مردم شماری از معلمان دولت اداره نفوذ شماری از معلمان نفر میگیرند و متاسفانه معلمان از مو چندان شوق نداره که در فعالیت نفوذ شماری شرکت داشته باشه. خب طبعا اگه او چیه چرا نفوذ یزره را شمار کنه، چرا درج کنه، یکو قوم دیگه که ازره نیه، چرا در این کشوری که در این صوبه و در این شهر که مملو است از صوبه مملو از نفرت چرا یک اوگو باید نفوذ ازره درج کنه، از دیل خود چرا کنه یا خانه رو درج مونه پوزده خانه دیگر اصطلاح ازرگی توک میزنه. خب همین شکایت ها بوده دیگه، اینجا هم تقصیر از خودون ما بوده که معلمای ما اگرچه دولت پیسه هم میده و یواز از این کار متاسفانه معلوم های از ما در اینجا صحیح فعالیت نکده. نفوذ شماری اثر باز کم نمیشته کده، توالی نفوذ شماری پار ساله این ساله اعلان نشده لیکن کمه. ما باور دارم امو جمعیت کم اعلام شده چقدر است؟ کلی از بو قدی از ری که از افغانستان در دو سه دهه آخر کوش کدم ده کلی از مو در پاکستان در کلی پاکستان که ما بگم مبالغه هم نکنم پتکه هم گفتی آزرگی نکنم شاید یک میلیون باش، شاید یک میلیون باشه. خب اینال یک میلیون را اینال شما یک میلیون را قد نفوذ پاکستان مقایسه کن دو سد و چند میلیون، دو سد و بیست میلیون، دو سد و بیست دو میلیون، یک میلیون در بین 222 میلیون بازم باید شعر باشه که فرهنگ خو نگاه کده، زبان خو نگاه کده. اینمی زبانی که ما قدر شما دارو بگم اینمی زبان کوچگی دیگه، اینمی زبان ازره دیگه. البته ما قد ازره افغانستان زیاد نشست و برخواست کدم، زیاد توبال شدم، زیاد گشت و گذار کدم، کوشش بونم اصطلاحاتی که ازره افغانستان استفاده مونم ما اصطلاحات را استفاده کنم تا کلگی بفهمم. دیگه این می آزرگی از مویه
آقای رضا عمو ازاره ازارستان منظورتان است دیگه، افغانستان دیگه چندان رسمیت نداره دیگه پیش از غیر از افغانا. ما هم خوش نیم که برو در بگم، فقط پیش افغانا معمولا اعتبار داره، ولی مردم غیر افغان به شمول ازاره ها، ازبک ها، ترکمن ها، حتی بلوچ ها، تاجیک ها، اینا چندان علاقه ای ندارن و میدانن که چه در نتیجه جنایات و سازمان یافته و همچنین قصب و اشغالگری امی سرزمین نامشی افغانستان گرفته شد. علی، این مسائلی که شما اشاره کردین در مورد آمار، در آمار و سرشماری نفوس هزارها در پاکستان که جمعیت بسیار کم شمرده شدن، این ذهنها را متوجه به آمارگیری و رأی‌گیری و سرشماری در نقاط مختلف هم میبره. مثلا در خود عمو دوزخی که اوغو جور کرده و نامش هم افغانستان گذاشته، اونجا کوشش کردن همیشه جمعیت هزارها را بدون از این که معلوماتی باشه، یعنی دیتای درستی باشه، همیشه کم معرفی میکنه. و در حتی ما در کشورهای پیشرفته مثل استرالیا، قوما میگن که عدم همکاری هزارها مثلا باعث شده که جمعیت واقعی هزاره در کشوری مثل استرالیا مشخص نباشه. یعنی اگه در خودم میره با در زیر نام زبانهای مختلف، مذاهب مختلف، همین رقم تقسیم شده و او جمعیت هزاره متاسفانه در این کشورهایی که پیشرفته هم هست دقیق مشخص نیست، و در کشورهای دیگه در اروپا، در امریکا، کانادا هم یا در ایران مثلا همچین چیزایی معلوماتی متاسفانه وجود نداره. و همینج لازم است من ذکر بکنم، یادآور شوم به قومای گل که هزارستان دیجیتال هزارستان که روی سایتش هم digitalhazaristan.com میتونن برن. یک پروژه هست که بلند مدت، که یکی از کارهایی که باید انجام بده در کنار دادن هویت دیجیتالی شماره ملی هزاره در آینده، امی به شکل به اصطلاح ریل تایم کار سرشماری هزاره هم صورت بگیره و دیتا و معلومات هزاره در کنترل خود هزاره باشه. برمیگردم به پاکستان و با آقای رضا وکیل عزیز. در مورد جمعیت هزارها صحبت کردم که به چه شکلی هست. بریم در مورد کار و کسب هزارها در اونجا، بیشتر هزارها به چه کار و کسبی مشغول هستن، چه کارهایی میکنن، مصروفیتشان چیست؟ مردم هزاره هم در کارهای دولتی توجه داره، هم در کارهای شخصی توجه داره. دکانداری مونه، بعضی کارهای ریزه ریزه که تجارت حساب میشه دو کارها توجه داره. در هزاره تاون یک دو سه کارخانه دروازه سازی و که مواد شه رقم پلاستیک نو که هم در پی وی سی وی مگه که چیز خیلی مگه در کم کلانتر از کارهای بومی کده دیگه. زیاد دمی دکانداری و دمی چیزا مردم از رم اصطفا همو کسایی که میتنه خود خود کارهای دولتی رسنده میتنه در دفترهای دولتی زیاد. اول مو در دفترهای دولتی زیاد بودی. باز یک از رهبرهای اغونوی کویتا در سالی 1971 میلادی در انجینیرین کالیج لاهور رفته، قد محصلین اغونو سخنرانی کده، یار تاکید کد که آزره و پنجابی را از بازار برکین، از دفترهای دولتی برکین، اگر پیسه ندارین، اگر پول ندارین، چار چار پنج پنج شم یک جایشین یک دکان آزره را بخشش میخواین، یک دکان آزره را بیخرین و چار پنج دنیشم یک جایش تا یک دکان بلوچ را بیخرین. دیگه کوشش کن درس بخانین، د دفترا بورین، یارا نزد دفترا بورکین. و یک وقتی که مورا
در کشتار یدخمند مصروف کده بود. بعضی های از اینا یکرته بخشش میخواییم از بینندگان محترم، اینا را کسه یکرته امو اسناد پاکستانی از یارو مگفت که از مورو مگفت که معطل کنیا کرتا کنسل کن تا که یار کلگی از دفترهای دولتی بور کنی. بس اینی قص هزار نفر از مو جای از نار میگره در دفتر. خلاصه مو مردم از گاه در دفترها زیاد بودی، در بازارم خوب جایا بودی، کاروبار داشتی. دمی 20 سالی گذشته تیمور در کشتاری هدف من بسیار زیاد ضرر داد. دیگه امی دکانا به خاطری که تاجرای مورم زیاد کشت، محصلین مورم زیاد کشت، افسرهای مو که دفترهای دولتی بودم زیاد کشت. دیگه اینی کسته یک بلوک جایه رزگیر از ما هم در دفترهای دولتی گرفت، هم در بازار دکانا از مور اینا خرید. دو کسته دیگه مو قدری گینه در بازار نمندی. البته خبر درن اینا گاه که مو دکان داشتی، مثلا بقاله که آزرگو داشت در بازار 4-5 دنه از گیر گوشه شهر کویته چی بلوچ چی اوغان تمام سودای قیمت از ما برد و سودا کیفیت چی بسیار خوب بود، نخود بسیار خوب بود، مثلا برنج بسیار خوب بود، مساله دیگ اگر بود بسیار خوب شی بود، هر چیز بوره خوب شی بود، روغو خوب شی بود. یالی متاسفانه که در اصطلاح غنوک یا بلی شهر کویته مکمل قابض شدن و شهر کویته را گرفتن، متاسفانه نه روغو خالص پیدا میشه، نه مصالح دیگ خالص پیدا میشه، نه دیگه اشیای خوردنی، خاصن شیر بسیار در کیفیت بده. از ما باز شکره که در زرتون قومای خودون مو چندنه گوداری داره که تا یک حدی را از نیازهای و نیازمندی های مردم را پورا خونه میتنه تا یک حدی را باز هم خوب شیر اصلی و شیر خالص دیگه مردم گرمه یا دیگه ما اینتر مختلف طریقه. بعضی بسیار کم دوستا از چین موره سامان میاره، از سنگاپور موره سامان میاره، بعض دوستا از ایران موره سامان خورد و نوش و بعض سامان های پلاستیکی و بعض چیزای دیگه که در ایران سخت ایران میاره کویچا سودانه. این امی رقم از ری کویچا ابرار معاش در جالب است. همه گپ شما برای قومایی که در دوزخ افغانستان هستن جالب است که چطور بازی های روانی که یکان دفعه میشه علیه پاکستان، حکومت اوغو، گروپ های اوغو میگن که پاکستان نی رقم است و بعد در این پروپاگاندا بازی های روانی که میکنن در حقیقت اهداف قومی خود دنبال میکنند اونجا و میبینیم در پاکستان وقتی که میرسیم به پاکستان چه رقم میآیند امو دنبال امو اهداف و نیات خودشان هستند و دیگه در اونجا ملیت های دیگه اهمیتی نداره، اما ملیت های دیگه مثل هزاره، ازبک، تاجیک دیگه را استفاده میشن برای امو اهداف و نیات قومی که خودشان دارن. آقای وکیل با ما بگوین آیا هزارها بزنس های کلانتر ندارن که مثلا در سطح ملی در پاکستان مطرح باشه، در سطح بین المللی در اونجا مطرح باشه، از این رقم بزنس ها ندارن؟ نه پیش از این کشتار دو سه نفر بود که خوب بزنس میکرد، از سنگاپور و از کشورهای خارج سامان الکترونیکی و بعض سامان های دیگر در کراچی واری جای میورد، اونجا سری تاجرهای کراچی سودا مکاد و بسیار قدر داشت، عزت داشت. خب بعضی کشته شد دیگه، که کشته شد بس برادرهاش کوچ کرد خارج رفت. ای کشتار هدفمند ای بسیار زیاد پلان گذاری شده، بسیار زیاد سنجش شده سرزی و امی پلان را در توشی امزی را برای فاشستای بلوچستان و پاکستان در افغانستان انتقال داده شده. با قیده رهبرای از اینجی رفته دفترهای افغانستان را بازدید کده، سیل کده که چقدر از را دی دفترها هم ده باز اشرفغنی و از او پیش کرزای را مشوره داده که از را از دفاتر دولتی برکین
اینا مکاتب بسیار زیاد در اینا را حوصله اینا را میده کن اینا را حوصله شکنی کن که اینا در مکاتب نره. از این خاطر در یک مکتب بودو دو دفعه انتحار شده، مکاتب از مورا توسط انتحاری ها از بین برده، کوشش کرده که این مردم طرفی تحصیل نره، این مردم طرفی تحصیل علم نره، این مردم طرفی انسان جور شده نره، این مردم طرفی تجارت نره. این تمام چیزا از اینجا یاد گرفته، اونجی اشرف غنی را درس داده میشه، نصیحت میشه، کرزای را نصیحت میشه. متاسفانه این پالیسی ها از پاکستان چوب کده افغانستان مورا در اونجی ما شما خبری دیگه نخبه های از مورا، یک لشکر نخبه مورا در یک موتر پر بود توسط یک چانگ گاز بود، چانگ هرچی بود، در یک دفعگی از بین بود که تمام چی از جاپان و کجا تحصیل کده همده بود. و این سیاست ها متاسفانه در دو طرف یک منبعه که علیه آزره ای را اعمال بوده. خب خوب است که به قومای محترم در این موارد آگاهی حاصل بکنن و بعد وقتی که تب ملیگرایی افغانیشان قبل از این تب ملیگرایی افغانیشان یک کمی بالا شوه و باز به دیگرها درس ملیگرایی بخواهن بدن به سایر اعزارا، این موارد را در ذهن یک دفعه مرور بکنن که چطور فاشیزم و تروریزم در دو سوی مرز با هم دیگه یک جا دست برادری داده و همکاری میکنه علیه هزارها و البته علیه سایر ملت های دیگه هم، ولی هزارها مو تارگت اصلی از اینا بودن. خب پس ما همین تجارت خاصی در سطح ملی و بین المللی از هزارها نداریم. هزارها این نسل جدید هزارها با کارها و مشاغل حالا کوچک هم که باشه که با تکنولوژی سر و کار داشته باشه چقدر مصروف هستن؟ حالا جدا شما مثلا شیر را گفتن این رقم هست، مثلا بره این رقم هست، او رقم خواه، اینا همو نیازهای اولیه زندگی هست که در هر منطقه معمولا هست. با تکنولوژی چقدر آشنا هستن هزارها در پاکستان و در این کاروبار می باشن؟ طبعا وقتی که در یک جای تعصب باشه، در یک جای وقتی که تفکیک باشه، مردم کویته از روز اولی که پاکستان نبوده و پاکستان از بعد جور شده، مو در زور سیلی خو زندگی کرده، چون نفوس مو اونو گفتم دیگه بعد از امدونی مهاجرین یا ازنه مهاجر مو بیلا دالک شده، از این پیش مو چی قصد بوده؟ مو 20,000 تا 1,000 6,000 باز رفته رفته دیگه یک لک دو لک اگر رسیده باشه آزره خودی کویته نه دیگه. ما در اینجی تعصب را زیاد دوش کرده، از این خاطر ما دوباره هویت خود زیاد حساسی، دوباره زبان مادری خود زیاد حساسیت داره و ما دوباره درس و تدریس خود در مقابل دیگه حساسیت زیاد داره. بس در کویته متاسفانه کار کبه، کویته تمام کاروبار دادستی برادران یا اوگو یا گرچه اوگو هر کدامش متاسف کنی، هر کدامش دشمنی حضرت دیا، البته با امو فکری تعصب دادیستی بازی هاش هسته که زیاد کار کرده حضرت زیاد ضرر ده، خودون خورم زیاد ضرر ده. امروز در افغانستان از تمام کده زیاد اوگو کشته میشه در اونه که در نمی مذهب اینا را استفاده مونه دیگه. اولاد ها از مو یعنی ما نسل اول استم که درس خوانده ایم در کویته، باز از ما اولاد ها از ما نسل دویوم هست، نسل دویوم از ما اگر ما پیش قومای خو پیش قومای خو پتکا نکنم مبالغه نکنم، نسل دویومی از ما 100% تحصیل کرده یا و دا علوم جدید مکمل دسترسی داره، دار خانه کمپیوتر، دار خانه لپتاپ، از علوم تکنولوژی علوم و تکنولوژی جدید تمام بلده. مثلا بچه های از ما در کراچی در شرکت های پاکستانی ها که شرکت های بین المللی بسیار خوب فعالیت بنا، بسیار موقعیتی خوب رده یک شرکت داره، بچه برار از ما در کراچی بود بابیشی فل شده بود، بچه برار ریزه برار مخوشی بس بچه از تو در کراچی در دانشگاه درس میخوان شاو کار مکد بیچاره، نمزو آلخم بسیار فعالیت خوب مکد دیگه. بچه برار مدل اور یک شرکت را با اصطلاح ستون فقرات هم دو شرکت بچه لالی از ما
غیر بچی لالی از من یکم از خانه خود خونگم غیر از دو بچای حضرت لاهور در کراچی در سمت های بسیار خوب کار مونه، البته در شرکت های شخصی نه در دولتی، چون در دولتی حالی چوکی ها بسیار گران گران فروخته میشه. مو نه تقریبا 20 سال شده که بچای از مو در دولت بسیار کم کار پیدا کرده دیگه. بچای از مو در تکنیک مثلا بچای از مو امیالم از کراچی در دانشگاه های تیپ نمره اول و نمره دویم مایا در شعبه های مختلف تیپ مثلا در سرجری عملیات جراحی در شعبه چیز مگه اعصاب شعبه اعصاب در چیم در دندو در شعبه های مختلف تیپ بچای از مو و از اون جاگاه نمره اول و نمره دویم مایا ماشاءالله ورسی های کلان کلان بچه از مو گرفته در امریکا دختره از مو گرفته در امریکا رفته دو چیزا خوب و البته یک چند وقت برای مو خطر بود برای مو زیاد درای مو صد جور شده بود مو در دانشگاه رفته نمیتنیستی نه دختروی مو نه بچه مو و زمو کسایی که وست نشته اولاده های خوده در خارج شهری کوچه ری کده در لاهور در کراچی در اسلام آباد مثلا یک دختری خود بود از اسلام آباد بزنس خانده از دانشگاه قائد اعظم بچه خود ما از دانشگاه کامسرتس بیزنس خوانده همین رقم بسیار کلو اولاد های از مو دمی کالج ها دخترو خصوصا ما که در تقسیم اصلادی بچه خود رفته بودم دخترون از رای کرتا در اسلام آباد کل اسلام آباد نمره اول و نمره دوی منده بود ماشاءالله بسیار خوب دو چیزای که مو پسمان نی. حالا باز در مورد تحصیل و درس باز بیشتر صحبت خواهیم کرد. در مورد کار وضعیت صنایع دستی هزارت چطور هست؟ کالاها یا صنایع دستی دیگه در اونجا چطور هست؟ رونق داره در اونجا به چه شکلی هست؟ از کل صنایع دستی یک خاص رقم چپلی که ما در اینجا مگی در اصطلاح پاکستانی ور چوات مگه دیگه ای در پیش آزره بود گاه آزره از این خوب درآمد هم داشت امی هم از خاطر گرانی از خاطر تاسو و از خاطر مسابقه نابرابری مسابقه نابرابری از خاطر که مثلا آزره اگر یک دنه چپلی جور کده مثلا برای تمثیل مگم که جوری 500 روپی سودا مکد و کیفیت بسیار پایین دمزو شکل جور مکد ارزانتر میداد دیگه در صنایع دستی آزره دمین چپلی تا بالی هم مقام اول را داره و البته تولید شید گینه ورینی ها کم شده مگر آلی هم در اکثر مناطق پاکستان همزی چپلی بوره دویم در کالا مالا اینمی کوگ یازرگی همی قبطمار همی خامک دوزی اینا از گاه یک از رونق نداشت از اینکه قوما از افغانستان کوچ کده آماد اینا قبطمار را در اینجی دخترایی که درس خوانده بود از دخترایی که از اونجا هم ده بود اینا این را تغییر داد از پیسدانی بورد کولا که مردم کولا سرمونه باز در یخان بورد باز در استین بورد باز در دامن بورد وزیر بسیار ترقی داد و حالی در سر تا سر جهانی کوگ قبطمار و یه خامک دوزی از را بسیار رونق پیدا کرده. البته یک بلوب خاتونو ازمو حالی هم امزی خامک دوزی امزی قبطمار صنایع دستی خود ازرگی بیچاره کو نان مخره تیگت دیره گزارش مشه بهتره و امی کارم بهتره. البته گران است و گرانیشی هیچ راه نداره بخاطر از اینکه وقت هم قسم میگره و این کوگ قبطمار بسیار دقیقه یک گراف طور میشه و غیر عزره دیگه کسی کوگ را نمیتونه هم این کوگ بسیار دقیقه بسیار معینه و بسیار کیفیتی بالا داره. ما خبرم که چند سال پیش ایران در مسابقه بین المللی کوگ قبطمار را ایرانی گفته پیش کرده اونجی خیال من که نمره اول ما دیگه دمانی صنایع دستی همی دو چیز دیگه
قالین بافی چطور است؟ قالین هزارگی در اونجا هنوز بافتن میشه یا نه؟ نه والا این زمانی که مهاجر از افغانستان زیاد آمد مو قالین بافی زیاد داشتیم. متاسفانه این قالین بافی از مو فقط مزدوری بود، بچه ها ناخونهایش چی کار مستدون خود خبری، بیماری های دما پیدا آمنه، تکلیف نفس تنگی پیدا آمنه و یک بلوک مشکلات پیدا آمنه. ای امو تاجرای کلان که ازنا نبود کلی فایده را اونا میگرفت دیگه. ای است است که اینجا مکاتبی فارسی جور شد ده هزار تون، بس مردم هم مردمی که از هزارستان کوچ کده اینجا هم ده بود اونا هم توجه مکاتب شد، بچه ها را بردن در مکتب داخل کدن و او بچه ها بسیاری شی بورسیا گرفتن رفتن خارج، بس ده کنکور افغانستان رفتن، در کابل کنکور شرکت کردن، در کشورهای خارج رفتن بورسیا گرفتن. ای قالین بافی هم قرار از بین رفت دیگه. مو گا خود مو کوئیتگی ها گلی می حاضر کی جور میکنی، مو هم بسیار رونق داشت، خانه خود مو گلیم جور میکرد، مردم ها یک یک سال بعد نوبت شی بیمد که برایش گلیم بافته شنه، او هم که کم کم پول زیاد شد. اینی قالین مالین ایرانی هم دیگه متاسفانه جای گلیم حضرگیر گریف، جای قالین حضرگیر گریف. این چیزا باید توجه داده شده دیگه. ما پیشتر عرض کردم که من نمیتونم هر جنبه فرهنگ حضرگیر، هر جنبه میراث حضرگیر ما تنهای کو برشکار کنم نمیتونم. نه دیگه ما همون قرار که میتونم امور منم، البته ضروریه که دیگه دوستا از ما قوم از ما طرف هر جنبه زندگی از مو جنبه فرهنگی مو باید توجه بیده. درست است، یک کار جمعی است و همه لازم است که از آراها هر کسی بسته به توانایی که دارن در امو بخش فعال باشن و که از آراها بتانه در ابعاد مختلف به اصطلاح توانایی خود گسترش بده. من یادم است آقای وکیل عزیز یک چند سال پیش، شاید 10 سال 12 سال پیش، میخواستم ممی در به اصطلاح در کامپیوتر در سرورهای لینوکس یک به اصطلاح اپراتیو سیستم هست میخواستم یاد بگیرم چون لازم داشتم در اون وقت. باز بعضی سایت های فریلنسر هسته که در اونجا ها مثلا میاین افراد به حساب کارهایی را انجام میدن. من در اونجا دنبال یک نفری میگشتم که به من آموزش بده و جالب اینجاست که یک نفر پیدا کردم از هزارهای خودمون در کویت در کراچی بود. بله. که امو تخصص را داشت و یک مدتی همراه همدیگه کار کرده بودیم که باز لینوکس را سرورهای لینوکس را به من یاد دادم و بالاخره کمک کرد بسیار. امی هر جایی که هست اگر میبینه برنامه رو یادش سلام باشه بهش و امیدوارم که موفق باشه. یک دفعه بریم در مورد تحصیل، وضعیت تحصیل که شما اشاره هایی بهش کردن. بله. مشخص است که آیا معلوماتی وجود داره یا تخمینی میشه گفت که میانگین تحصیلی در بین هزارها در چه سطحی است؟ ابتدایی است، متوسطه است، در سطح مثلا لیسانس است، در مستر است؟ یک تصویری میتونه ارائه بکنین که همین متوسط تحصیلی بین هزارها و میانگین تحصیلی چقدر هست؟ البته این طرح است که پاکستان ما به طور کلی هم که سیل کنیم در پاکستان در مکاتب ابتدایی تعداد اولادا زیاده کل پاکستان. خطبان ما در بین 225 میلیون، در بین 224 میلیون یا 23 میلیون، یک میلیون هم که باشید و هم که از نیم زیاد کوچکده یا آزارستان از ما باشه نه؟ و ما در یک از نفوس که حتما تب تحت تاثیر همزو فرهنگ امزو محیط موری دیگر که ما دمسی کشور زندگی مونی. بعض در اسکولی درجه دویم که ما اینجا های اسکول مگی که تا سنفی دار هسته نه، اونجا که ما را کمتر شده ما را از سنفی دار بال در فاکولتا که ما را ما کالیش مگی
که 2 سال یا 4 سال یا 6 سال رو اونجا میخوانه او ازی که کمتر شده باره. دیگه ما در منطقه خو مکاتب ابتدایی بسیار زیاد داره، شخصی زیاد جور شده، دولتی هم خدا برار جنرال موسا سردار نثار صاحب را عزت و آبروش زیاد کنه، سربلند نگاه کنه، عمر زیاد بده. ای تا کی کالجی بچا و کالج دخترو برای زبود منطقه جور کده، اسکول هم زیاد جور کده، اسکول دخترو هم جور کده، اسکول بچا هم جور کده. از نگاه مکاتب مریابات خوب دیگه سیره. خب البته هزار تون دو دنه مکتب داره که ساختمان چی دولتیه، یک دنه مکتب دیگه شی که دم منور کالونیه او بیچاره د ساختمان کرایه هر روز خونده شی سوټه دیس کده ما یا کرایه را بال کنه که ما شمار جواب میدم. و بدبختانه طرفی مکتب د هزار تون د 5 سال د 10 سال کې نمائندی از خود مبده می 10 سالی گذشته دیگه هیچ توجه ده نشته. البته مکاتب شخصی در هزار تون زیاده، چی پاکستانی چی از فارسی، چی اونجا مکاتب زیاده. بسیار خوب. ده بیشتر امی جوانای هزاره که در دانشگاه ها هستن در کدام رشته ها درس میخوانن معلومات دارن یا نه؟ در میبینم هزاره ها تعداد زیادی دارن. آقا اجازه چای هم مخروب کن. آقا نوش جانه دینه ده اینجا چای سبز است دیگه نه؟ نه چای سیاه بنش لیمو انتختم، لیمو رنگ کم بنه نه؟ اره و شکر که نمیریزی در موبایلش نه؟ میندازم بیا شکر خورده نمیتونم. خود نه شکر کم باید بکنی دیگه نه؟ شکر آره یک لاله هم بسیار مخالف شکره، اگر او باشه روی بروی تو شکر نمخورم از ما خورده. خب نه شکر چیز شده. خب نوش جان تان گپ امی ده من میبینم تعدادی زیادی از هزارها به در رشته های غیر کاربردی رشته های علوم انسانی، سیاست، سی طور چیزا، روابط بین الملل، این رشته ها رفتن درس بخواندن و از رشته های مثلا که کاربردی تر هست دور شدن، مثل رشته های مختلف تکنولوژی، رشته های مختلف مربوط به طبابت، طب هستن. البته هزارها کم هم نیستن اما در مجموع منظور من هست. در پاکستان چطور است؟ بیشتر کدام رشته ها را درس میخوانن؟ اینجا ما اوتره دیگه عموماً کس مردم دمو. البته ای ما قد از این گپ شما توافق ندارم که شما ممکن غیر کاربردی نه؟ خب اینا علم بسیار وسعت پیدا کرده، شاخه های بسیار زیاد پیدا کرده. هر جامعه نیاز داره که در هر شعبه علم باید تحصیل کنه و در هر شعبه علم باید نفر داشته باشه، متخصص داشته باشه. البته گا مو که ریزه بودی مو رو کس نشونه میداد، مو زور میزدی که یا داکتر جور شنه یا انجینیر. او زمان این رقم فکر میکردی که پیسه کلو یا پیش داکتر یا پیش انجینیر. نه دیگه درس خواندو از موم اما هدف چی پیسه کمایی کدو بود دیگه. ایتر نبود که مو خب دکتر مگو زیاد پیسه داره، انجینیر زیاد پیسه داره. یا لیام کستا چون که علی مو درس خوانده با زولاتای خورا تمام شعبه های علم را بریش تعریف کنی و برنامه ها گرفته میشه برای محصلین از طرف سازمان محصلین کستا HSF یا HSO یا بعضی سازمان های دیگه از طرف تنظیم، از طرف مکتب امت همیتر برنامه ها گرفته میشه که اولادها را راهنمایی بونه که شما کدام چیز میتونین درس بخوانین، دانشگاه هایش در کجا های فیس از اینا چنده، کدام شی مثلا میتونین در بورسی ها بخوانین. آل راهنما زیاد پیداشت. البته مضمون که است همونطور که پیشتر قصه کردم در هر شعبه مردم میخوانه
یک چیزی که خود من متاسفم امی دخترو کستا یک چیز خان خوار خونده ما فلانی چیز میخوانه ما ممتوی زیاد از اینا ما را روانشناسی میخوانه ما میگیم روانشناسی چی کاربرد داره او بابا یک قصد کلو نخوان این روانشناسی ما خود ندیدم کتاب آلی آه یک چند دختر دم پسان دیدم که برای امزی مراکزی که معتاداره تداوی مونه امون جاگا می روانشناس های دخترو رو دیدم که امون چه خوب فعال ماشالله خوب سیه کار مونه دیگه عموما ده تمام شعبه ها بخانه مثلا ده شعبه پسان دخترو نظمو زیاد ده شعبه تیب ده شعبه دندان رفته بعضی ها ده شعبه پوست رفته ای خبر علت هم داره پس پشتو که مو انجینر و دکتر کم میشه ده کویتا تعصب بسیار قدر زیاده ده کویتا تعصب بسیار قدر زیاده اینجی که است هم مثل کانکوری که گاد افغانستان بود بعد یاد میاد مو گفتی امو انتخاب کرا چیز شما دوست دارین امرای اینه که انتخاب کنین قد پنسیل نشان بزنین پورا دیگه اونو افسر صاحبا پرچه های از داره بگرفت قد ربر قد پاک کن پاکم کرد یک جای دیگر نشان میزد نه اینجا هم امو کارا زیاد میشه باز هم بچه از مو بسیار امت منه دخترو از مو زیاد امت منه در فاکولته تیب مسابقه بسیار سخت ده اونجاگاه مورد تیب هم میخوانه انجینری هم میخوانه البته چون که کار پیدا نمیشه یک نوسی می از ما 14 سال میشه که 15 سال میشه انجینیر ریکشا میچنن که دولت کار پیدا نمیشه و البته وقتی که و از یک طرف دیگه یک شاید یک روند طبیعی هم باشه از یک طرف دیگه درس میخونی و بعد چون محیط در محیط کار وجود نداره نمیشه کار پیدا کرد ناچار یا ناچار به مهاجرت میشی و یا اینکه به کار دیگه که ارتباط آره. داره به درس آره آره بعضی مایوسی هم ایجاد میکنه نه دل سردی ایجاد میکنه بله. خب این قصه بسیاری از قوما هست در کشورهای مختلف هم به همین شکل درس خواندن در رشته های مختلف و متاسفانه با او کارشان با درسی که دارن تطابق نداره و البته این تنها ازاره ها نیست یکی از مشخصات جوامع دیگه مهاجر هم در دنیای غرب می باشه وضعیت آموزش زبان مادری چطور است؟ در این مکاتبی که شما اشاره کردین از هزارها هست آیا زبان مادری تدریس میشه دیگه نه؟ زبان هزارگی یا حالا مدری که در اینجا بحث ای که چیر هزارگی دری فارسی ای بحثا رو نمی کنیم منظورم این زبان هزارگی در اونجا تدریس میشه یا نه؟ چطور است؟ آموزش دادن میشه؟ پاکستان بس یک مشکل دیگه هم داره نه یک بلوک قانون داره که دولت تو قانون رو پارلمان پاس کرده اما عملی نمیشه از بلوچستان پاس شده که هر بچه که در هر زیبو هر زیبون مادری شسته حق داره که در زیبون مادری خود درس های ابتدایی خود یاد بگیره بخونه نه اما نه پشتو عملی شده نه بلوچیشی عملی شده نه براهویشی عملی شده از مو خو یک گیز بسیار متاسب در پیشنه دولتی پنج سال پیش که در سری حکومت بود ده سال پیش دیگه او قد از مو بسیار تعصب کرد بجای زبانی آزرگی را قبول کنه زبانی دری هم نه زبانی فارسی را قبول کرد دیگه اینجا نه در فارسی درست ده مشه نه در پشتو نه در بلوچی تمام گریه کده ششته از مو خو نفوس مو کمه بلوچ و اوغان کسته در این صبح بسیار زیاد نفوس داره دیگه امونا هم تابالی نتنسته آزرگی مو فقط و نمیه که مو در خانه چقدر همت منی اولاد خوره چقدر زیاد میدی ما اون روز در فیسبوک یک پوست کده بودم که مو ریزه بودی مو را مادر مو گفت که فلانی کاسه یا فلانی قاب یا فلانی پتنوس یا فلانی چینگ را در احتیاط تاوبال کن که توزی از این مو پره توس ما پسان معلوم شد که آلی در این روزا یه گب هیچ گفته نمیشه رنگ را توس مگفته بده مو گاز را نه توس رنگ را توس مگفته بده یا آلی امو پتنوسی توزی پیدا میشه
چینا کی توضیح پیدا میشه، لیکن امی لفظ از بین رفته. و مثلا مو ما دیاد میما که خورد بودم خوار کلان خورا از رو اپم گفت اپا د اردو اپا مگه یا لیو رفته رفته اپا جور شده دیگه. امی تر کم مو چون که نفوس مو کمه و امزی بری ازره بسیار مشکل درس خواندو تا بالی ازرگیر در خانه یاد نمیگره در مکتب مورد چهار سالگی یا پنج سالگی در مکتب شامل میشه که اونجی اردو شروع میشه اونجی انگلیسی شروع میشه زبون مادری شی دیگه مردم دیگه ازره که در دیگه کشورهای جهان زندگی منه خصوصا ازره که در ازارستان زندگی منه ای درکت نمیتنه موره که مو قد از این نفوسی کم خوب تا سری پای خیسته میشه که در مکتب موری گا انگلیسی شروع شده گا زبون اردو شروع شده بریز مو بسیار مشکله مو تصنیف چهار و پنج را اصلا اردو رو نمو فهمی فقط از بر منی در سای خور از بر منی انگلیسی منگلیسی را البته یک دوسی را اولاتا زود یاد میگره در این زمان همو ترم اولاتا کسته بسیار وشیار بسیار فهمیده یکنی همو تولید میشن اینا دیگه اینا هر چیز را زود یاد میگره. مو زبان ازرگی فقط ورمویه که مو در خانه چقدر زبان ازرگی اولاتا اونمور یاد میگره در مکاتب نه پشتو درس داده میشه در بلوچستان را مگم نه بلوچی نه براهوی ایچ کدام از اینه فقط دو زبان درس داده میشه در مکاتب از بلوچی البته در پشاور پشتو درس داده میشه. امی کمره شما چیز میشه یک لحظه آقای وکیل عزیز تا وقتی که شما کمره رو جور میکنین من امینج از دوستای عزیز من اینجا میبینم کامنت های بسیار زیادی دوستا روان کردن و عرضم به حضور شما یک درودی به تمام بینندگان عزیز که امیالی به شکل زنده در حال شنیدن و دیدن هستن در یوتیوب در فیسبوک. خوش آمدیم به برنامه گفتگوهای چند رشته ای یا بین رشته ای. ما در خدمت آقای رضا وکیل هستیم، یکی از چهرهای شناخته شده هزاره در پاکستان. در مورد روزگار هزاره های پاکستان صحبت میکنیم، موقعیت جغرافیاییشان، جمعیتشان، کاروبارشان، تحصیلاتشان، در کل میخواییم یک شناخت خوب و جامعی را از وضعیت هزاره های پاکستان داشته باشیم که هزاره ها در نقاط دیگه، هزاره ها در خود پاکستان هم بدانند، بیشتر بدانند در مورد هزاره های پاکستان و هزاره ها در خود هزارستان و در نقاط مختلف جهان از وضعیت هزاره بیشتر معلومات داشته باشند. آقای رضا وکیل عزیز بازم سپاسگزار از اینکه همراه ما خواهش منم حسن. یک سوال دیگه در مورد وضعیت آموزشی هزاره ها، مؤسسات آموزش عالی از خود هزاره ها در پاکستان وجود نداره نه؟ مثلا دانشگاه باشد. سوال خود دوباره تکرار کن. آیا مؤسسات آموزش عالی مثل دانشگاه از هزاره ها دارن در پاکستان یا نه؟ نه، دانشگاه شخصی اگر چه شرایطش هم سخت قبارن دیگرو داره مگر مو نداره. مو یکو دانشگاه خودون مو نداره. دانشگاه دولتی در کویتا یک دو دانه هست دیگه. دانشگاه شخصی هم بعضی ها جور کده مگر مو نداره. دانشگاه شخصی فقط تا مکاتب را داره. بسیار خوب. خب این وضعیت تحصیلی را یک نگاهی انداختیم بهش. اگر موافق باشیم بریم در یک موضوع دیگه ای را شروع بکنیم و رابطه هزاره‌ها را، هزاره های پاکستان را با یک دیگر و بعد از رابطه از اونا را با هزاره ها در نقاط مختلف جهان از جمله هزارستان یک نگاهی به ایشان بیاندازیم. هزاره ها رابطه ایشان در داخل
امونج با یک دیگر چطور است؟ یک چند روز چند هفته پیش بود من یک مجموعه عکس را دیده بودم که قومای هزاره شیعه و سنی با هم دیگر دیدار داشتن و بسیار قوما خوشحال بودن. ایسویسو من می دیدم در شبکه های اجتماعی که امی کم کم دیوار مذهب از بین هزاره ها برداشته میشه و هزاره ها با هم دیگر رابطه شان بهتر خواهد شد. رابطه هزاره ها با یک دیگر در پاکستان چطور است؟ چی تصویری میتونه نراه کنیم؟ آقای رضای عزیز، ما چون که ما پیشتر نقل کردم دبی چند شهر زندگی منی روابط از ما قدک دیگه ما خوبه. البته وقتی که در سیاست باری از دو جناح تقسیم میشه، یک جناح خود خود مذهبی مگه، یک جناح خود خود ملیگرا مگه. دیگر روابطی خدا نو بین از ما خوب، البته اون روزی که قصر شما منین ازرهای سنی از ما کسته تمام شی افغانستانی هم تمام شی از وطن هم دن مهاجرن اینجی و ما از اون زمانی که ما زمان جهاد در افغانستان ما فعالیت میکدی، از اون زمان مولوی دوست محمد و او دامی جی مهاجر بود در وطن کسته در غور کدام سردار نادر بود مو او را کمک مکدی قدزو تماس داشتی. همین تنظیم نسل نوی هزاره مغول کونترین نهادی آزره کویتا ینمی است که در وسط چند سال غیر فعال بود و یالی در ریاست جناب نادر علی هزاره دوباره فعال شده و یک سری خدمت ها را قدر ای است و برای مردم بسیار غنیمت ده. ای دعوت را تنظیم نسل نوی هزاره مغول از هزارگان سنی کده بود. البته ما ایتر نشینم که ما من حیث قوم از این پیش کد از ری هزارستان با تماس داشته بوده روابط داشته بوده ما و خدا رحمت کنه حسین علی یوسفی در سالی 1357 شمسی و یا 1978 میلادی که ما اون زمان تازه جوان شده بودم مردی مو تصمیم گرفتی که بوری آزره افغانستان را بگی یکو حزب سیاسی جور کنه یا یکو حزب چریکی جور کنه قد حکومت جنگ کنه حقوق مردم آزره را بگیره. ایتر کارای شخصی زیاد شده و یک چیز را باید بوم کس خبر نداره نه مو یک سازمان آزادی خواهد اینج جور کده بودی برای هزارستان در نام ام ال او مغولستان لیبریشن مغول لیبریشن ارگنایزیشن که مو در اونجا از خود خو وسایل چاپ داشتی شبنامه داشتی اداره از اینج چاپ کده در افغانستان رایم کدی خلاصه ایتر که مو یک وقتی که حزب هزاره دموکراتیک جور شد به طور یکیز به کم تماس قدم آقای محقق گرفته شد گای گای آقای خلیلی کوشش میکرد وقتی ما اینش تظاهرات مظاهرات میکردیم چون که کل مردم و زمان بسته بود در پشت همزی حزب و این حزب هم شعار هزاره های جهان را میزد دیگه یک امتر تماسی او هم سردرگم بود دیگه لیکن از طرف از مو همی حزب میتونسته که تماس بگیره باز اوقات یک تعزیت مکد یک تهنیت رای مکد یک مبارک بادی در آذربایجان افغانستان رای مکد و از او که بعضی حزب در دولت رفت کامیاب شد دو نماینده گرفت بعضی تمام چیزا پس پشت رفت این چیزا در فراموشی سپرده شد یالی هم مو پیش شما مبالغه نمیتونم دیگه ما باید کلی از را خبر شنه که ما نیاز داره در ارتباط نیاز دستجمعی داره ما مثلا خود ما قد تمام از را جهان رابطه دارم لیکن ما مسئله از رگی مگه یک نفر که آو بگرده هم هیچ که آتش بگرده هم هیچ ما باید ارتباطی دستجمعی ارتباطی سازمانی باید داشته باشیم یک دیگه خوره باید همیشه تماس داشته باشیم مشکلات یک دیگه خود خبر کنیم همین در سایزی که مشاینال ما پیشتر تو رو گفتم از اینجا اشرف غنی چی پیشنهاد هم شد که از دفاتر برکو از مکاتب از یار کم کو اینا رو
نیلو درس بخانه در بازار نیلو کینا دکان خریده دکان قدر بخره خو اینی چیزا را مو اگر ارتباط جمعی قدک دیگه ارتباط حزبی داشته باشی وز مو اینی چیزا را تبادل نظر میتنی یک دیگه خور خبر میتنی و ای قص کرور که مرد کویته در کشتار هدف من زد خب دیست یه اول با بود اول بی کتل دیست چی بود از اینجی اینا همو گفت در فلانی جای اینا رو بزنیم در فلانی جای اینا رو بزنیم او قرار اونا همو کرد از اینجی دیگه اینی رقم اینا باید که تماس داره مو دیگرو تماس داره مو تماس نداره مو البته امی یک قاضی کل که دو سه ماه بعد قاضی رئیس قاضی های پاکستان جور میشه خبر نیم قاضی و القضات مگه که چیز خیلی مگه در فارسی ما اصطلاحش بلد نیم مو اینجا چیف جستیس او از آزره قار او از آزره قارلو که دیگر و البته او آزرگی یاد ندارم مادر چه خارجی بود از بلژیم بود که از کجا بود قاضی فایز ایسا او بشارم از ترس خود که آزره نمگه دیگه نه بلکه یک جایی گفته بود که خود کرا او اظهار کده بود دیگه پدر از او قاضی ایسا آزره بود با کل چی قاضی جلال در قندار قاضی بود که وقت قندار سقوط کرد اینا فرار کده مایه در بلوچستان باز پدر از ایره خان قلات بلدیق صدر اعظم میگره خود چی رئیس بوده بدیر صدر اعظم خود جورنه اینجی کس در ما آزره سنی نداریم فقط اگه نیمی خاندانه در پاکستان دیگه آزره سنی از خودم رو که مهاجرم ده شکر زیاده در مختلف مناطق کویته اینا زندگی منه و بسیار پر نفوذ بسیار پر غرور بسیار همیتر شجاع زندگی منه ده کس تن نمیدیم همی حضره سنی ما هم که در بلوچستانه مایه افتخار از مایه مایه سربلندی از مایه تن نداده ده کس دیگر ده زورگویی هیچ کس در شهر کویته اینا تن نداده خوب سربلند زندگی منه آفرین امی من یک دفعه دیگه میره خاطر نشان میکنم به بیننده های عزیز قومای گل امی گپایی که واقعیت ها و شواهد نشان میده که چطور به اصطلاح کسایی که شعار لر و بر میدادن چطور در کشتار و کشتار هزارا در دو طرف مرز دخیل هستن و گاهی وقتا متاسفانه هزارهای ما بدون از این که از این روابط بسیار خونین آگاه باشن و معامله و زدوبندهای خونین آگاه بشن میبینیم گرفتار بازی های تبلیغاتی ادهی میشن و ناخواسته تبدیل میشن به مبلغان پشتونوالی زیر نام یک وحدت ملی که هیچگاهی وجود نداشته و تا حال هیچ اثری ازش نبوده و تنها چیزی که تعبیر و تفسیر شده منافع یک گروه قومی که به زور و جبر به عنوان ملیگرایی در بالای اقوام مختلف ملیت‌های مختلف از جمله هزارها تحمیل شده. سپاس بازم آقای رضای عزیز از معلومات بسیار خوبی که به حال ارائه میکنین. خب ارتباط بین هزارها قبلا تلاشایی شده دیگه در سطح نخبه ها و بعضی گروه های محدودی که هزارها با یک دیگر داشتن، ولی حالی دمی ما مستقیم با هم دیگه همیالی گپ میزنیم، شما در یک نقطه جهان در یک نقطه دیگه جهان، بیننده های عزیز ما در یک نقاط مختلف دیگه، و در اینجا میبینم که نظرات بسیار زیادی همه ایشان بیشترشان درود و احترام خدمت شما و سایر قوما در پاکستان میفرستن. خب میبینیم که ارتباطات ما بسیار مستقیم تر شده و میتونیم تعداد زیادی از مردم خودمان را مخاطب قرار بدیم و خوشبختانه میبینم که کم کم فرق نمی کنه این تفاوتهای نظری دین مذهب نظرات متفاوتی که در جامعه هزاره وجود دارن نشان دهنده ایست که هزاره یک جامعه متنوع هست، تنوع بسیار زیاد هست و باید به این تنوع احترام گذاشت و دیگه هزاره از سطح یک گروه قومی عبور کرده دیگه به سمت یک تشکیل یک ملت، شکل دادن یک ملت پیش میره. بریم بحث را در
مورد رابطه خود هزاره‌ها با در خود پاکستان بین خود هزاره‌ها چطور است؟ یعنی آیا موانعی وجود دارد در رابطه هزاره با هزاره در پاکستان؟ اگه هست چه موانعی هست و چطور میشه اونا را اون موانع را کم کرد که هزاره بتانه رابطه خوب، بهتر، دیالوگ خوب، درک بهتر از یکدیگر داشته باشند؟ نه والا یه طریقه رقم موانع بالکل وجود نداره. پاکستان ما یک قبر مگم امروز و یه بارها در مختلف جایی گفتم امروز مگم برای مردمی ازره پاکستان بیشتی روی زمینه، برای مردمی ازره ای بیشتی روی زمینه، یک قدر آزادی که ما داریم. یعنی ما در اینجی اینا ما هرچی گفتم میتن دل ما شده دمیار دمی برنامه خلاف حکومت مگم ولی اگه حکومت بلای مرا مقام کنه یتر نیه کی حکومت بس ما مر میگره تو چار گفتی خلاف ما میالم کی بگم حکومت در ما کار نداره. مو یک خوبیر مو داری کی مو خلافی خاک پاکستان اینی جه ایگو کار نکده، یه حساسیت داره، یه حکومت یه حساسیت نداره کی خلاف حکومت هر چی مو کی بگم. مو 20 دفعه تظاهرات کرده، ما دیروز پریروز دو دنه پلیس از را کشته شد، برملات فیسبوک نوشته کردم مرگ بر حکومت بلوچستان، مرگ بر حکومت پاکستان. ای ای مو بسیار زیاد آزادی داریم. امی قوما از مو که دمی پسان از اون جمعه دمی دو ده هست سیده هست امینا تو خیلی شناختی کار نداره، چی تجارتی ها اینا نداره، چی کاروبار نداره، سه چار چار اولی داره، موتر داره، کلی پاکستان یا چکر میزنه. ای آزادی ره که مو در پاکستان داری در هیچ جای نداری، در هیچ جای هم نداری. چیزی که آزرا از افغانستان آمد اینه میجی پیسا از خود چی بود، کمک از مو بود، توبال شده از مو بود، شناختکار جور کد، پاسپورت جور کد، برای یک دفعه خود تیر کد در اروپا رسند. نیست پی آزری افغانستان که در اروپا رسیده از بلی نمزی امزی را از گویتا تیر شده رفته نه دیگه. مو اینجی گو پابندی نداره. البته این توجه اجتماعی خدا نو پیشتر خدمت شما عرض کردم، ای توجه اجتماعی خودون ما نبوده که ما قدازری افغانستان چه رقم تماس بگیری قدازری ایران. البته گاه ما قدازری ایران هم تماس داشتیم، گاه ما دیات میده جوانی ها از ما بسیار کارایی بسیار کارایی مبارزه ایمون شده که دیگر که ایگو ازرا از اونجی کتاب میخواست نمیشته کنه حکومت تازه والا اتفاقی هم دا بودم میخواست گیر دستگیر کنه یه گریخته این جماعت بس مور اینجی پناه دیدی اینجی بسیار دیر رو مراقبت مواظبت کدی بیچاره را باز از این چی ورت پاسپورت پاکستانی برش تیار کدی ور تیار کدی د کویت مای دراف و زمانه قدر سختی نه بود پاسپورت عراقی ها مهمد از این چی پاسپورت جرم کدی بلوک مردم ها مهمد جرم کدی و او زمان مو تو بات داشتی کم بیش باز از رخ در عراق دنه سازمان داشت آقد از عراق شعب العراقی ها بود که چیز خیمه از یاد برفته یار شباب العراقی ها بود شباب الهزاره در خیال بوده شباب الهزاره دیگه اونجا مو که دزو حضره تماس داشتی ما ریزه بودم یک دنه مرزا حسین چنگیزی بود یک آجی رجبی اسرائیل بود امین افران آمش دیاد من ده دیگه این منا از ایران بود قدم جا او زمان مو بهتر تماس داشتی. البته تنظیم در تاریخ حضره یک سازم یک نهاد هست که هیچ حضره باید دیره فراموش نکنه. تنظیم خدمت های بسیار زیاد کده امو خدمت های تنظیم بود دیگه زمان جهاد که مو سر خود قافی دیست بهشته هرچی که میوردی برایش میرسان دیدی که نه اونمو زمان همی تنظیمی نسی نو هزاره مغول بود دیگه. این نهاد در تاریخ یازره باید سرسبدی تمام نهادها یازرگی باشه، چی در هزارستان باشه، چی در اینجی، چی در ایران، در هر جای تنظیمی نسی نو یازره باید گلی سرسبدی تمام نهادها یازره باید باشه. خب ما در روایت ها و گپ و گفتایی که با قوم ها داریم جایگاه تنظیم نسل نو هزاره بسیار مشخص است و ما میدانیم که و خوب است که بسیاری از قوم ها در نقاط مختلف دنیا هم بدانند که قوم ها در کویت یک زمانی به واقع پناهگاه هزاره ها، روشن فکران، نخبگان هزاره بودند و هنوز که هنوز است بسیاری هنوز امو خاطره های امو دوران را فراموش نکردند. در یک دوره بود آثار بسیار خوبی در بین
آثار قلمی بسیار خوبی بین قوما در کویت تولید شد و همین چراغ هزارگی را به اصطلاح در زمانی که هزاره به شدت زیر حملات سیستماتیک بود، چراغ هزارگی را هزارها در پاکستان واقعا روشن نگه داشته بودند و حامی و پشتیبان هزارها در داخل بودند. سپاسگزار باید سپاسگزاری کرد. گاهی وقتا من میبینم که قوما بحث مثلا بحث یک ریشه و نژاد هزاره به کجا میرسه، باز مثلا یا زبان هزاره چی هست. این گپا نظرات مختلف وجود داره، این طبیعی هست. در همه جای دنیا وقتی در مورد زبان یک ملت گپ میزنن، تاریخ یک ملت گپ میزنن، نظرات بسیار متفاوت گوناگونی وجود داره. و اما ای طور نظرات متفاوت نباید باعث شود که یک هزاره مقابل هزاره دیگه خودش سنگر. و در صورتی که ما باید بدانیم که هرچی ما متنوع‌تر میشه، نشان دهنده ای است که ما به طرف از یک گروه قومی عبور کرده و به طرف ملت شدن پیش میریم و به هموز سطح و سویه هم دیدگاه ها نظرات تفاوت بیشتری خواهد کرد. اما همه از اینا باید مو مسائل ملی هزاره و هزارستان را در نظر گرفته، او اولویت ما باشه و رابطه خوب و نیکی را با یک دیگه داشته باشه. اگر بریم شما به خب تنظیم نسل نو را شما بهش اشاره کردین، کدام نهادهای دیگه فعال هستن؟ میشه یک مرور، یک تاریخچه ارائه بکنین از نهادهای هزارگی در پاکستان و حال در شرایط حاضر کدام نهادها در اونجا فعال هستن از مردم هزاره؟ والله یک نهاد سیاسی که همین حزب هزاره دموکراتیک نه، یک نهاد در نام هزارگی، یک امی که از محصلین بود، او کیالی سه چار نهاد های محصلین جور شده بخاطر که محصلین از او نهاد اولی شکایت دارن یا مایوسن، سه چار دن از او نهاد جور شده. در هزارگی یعنی می دیگه یک دنه نهادی که کارای فلاحی منه در نام سید و شهدای دیگه از هزارستان که امده اونا نهاد ها زیاد داره، اونا خوب فعالیت های فرهنگی و علمی از اونا زیاده، انجمن نجوای قلم چندین نهاد ها هست که اونا از دوستای وطن از خودون ما دیگه اینمی نهاد های یک امی حزب دموکراتیک امی از محصلین که چه سیف مشهوره دیگه از خود هزارگی دیگه نیه دیگه. البته در احزاب مختلف آزره هست، چیزی که احزاب در پاکستان در زیاد چی آزره هست، مثلا نیشنل پارٹی که کلان چی دکتر مالک بلوچ در زو آزره هست، بلوچستان نیشنل پارٹی که کلان چی سردار اختر منگل در او هست، ایز بی مردم که ترجمه کردن نام شده پیپلز پارٹی از بینظیر که است، دو مردم از راست همین رقم در بعضی احزاب دیگه است، در حتی در منی پشتونخوا از راست یک در ایز بی ولی خان که است عوامی نیشنل پارٹی در منی از دو ما تبالی از را ندیدم، حتی در جمعیتی علماء یک بچی از راست خادیب نام داره در طلمای نظریاتی البته آزره نیه، در مسلم لیگ نون هم آزره است، در جمهوری وطن پارٹی کی میراث اکبر خان بکٹی است در او آزره است، در احزاب سیاسی تقریبا در اکثر شی آزره است. نهادهای خود آزره کی یعنی می کباب کتن تنظیم نسلنا و آزره است، آزره دموکراتیک پارٹی است و ای اچ اس اف مال سه چار دنه نمای مختلف
نیادهای معاصرین جور شده. یه نمونه دیگه. خب این ازار دموکراتیک پارتی را اشاره کردن. ازار دموکراتیک پارتی هم وکیل داره دیگه در پارلمان ولایتی اونجه. فعلا دو وکیل داره. 20 سال از تاسیس ازی شده فعلا دو وکیل داره کنالی. صبح دیگه این حکومت هم خلاص میشه باز در حکومت دیگه امور نماینده نداره. هیچ کس نداره. حکومت طبعا وقت چی پوره شده دیگه نه؟ هشتی تاریخ در خیال مدام زی هشتی تاریخ این حکومت خلاص میشه. اجلاس پارلمان آخری چی 31 جولای بود از بلوچستان که اون شد خلاص دیگه. فقط حکومت را منحل اعلان مونه یک دو سه روز بعد. باز انتخابات برگزار خواهد شد دیگه. اولای پاکستان دیگه اینجی اینجی پیشینگویی نمیتری که چیز کار موشه چیز کار نموشه. هر چیز که گفتی خوب دقیق بررسی کده بگی سوب توخ که اتر نشده. خب اینجی شما اگر یک وقت شینده بشین بوتلای شراب از اتاق یک دنه نفری کلان مبور شد چند روز پاس او رو در لابراتوار برد محکمه در لابراتوار رای کرد. لابراتوار گفت شما تمام شون بد منین ای اصلا ای که شرابه دیگه در پاکستان نزید پارا زیاد میشه. خوی ای هم از عجایب پاکستان است. از آره دموکراتیک پارتی من خوب است که یک یادی شوه از زنده یاد حسین علی یوسفی سردار ازاره که شما بله رابطه بله. نزدیکی هم با زنده یاد یوسفی داشتن بله. کدام خاطره ای چیزی از زنده یاد یوسفی در ذهن دارن یا نه؟ حتما دارن نگه زیادم خاطره باید داشته باشن. ما خورد بودم زیاد خورد بودم که خدا بیامرزه خانواده ازی آمد در کوچه از مو مقیتا در مریابات بسیار کم خانه بود دیگه کوچه مچه هم کم بوده خانه اینجا بوده خانه دیگه بود آلی خوب جمع غفیر شده دیگه آلی دیگه اینا در منطقه از مو در محل از مو همون جماعت در یک گودام اولی تا شدن بسته فامیل چی خدا نگاه کنم شیرایشی برادرایشی کلی کشی خبر داره که همزو روزی اول چون که در پیش خانه از بو اینا کش کرد ما وزی همزو روزی اول آردیم ارتباط داشتیم دیگه او تصادفی آردیم و سخت ملی گرا بودیم بسیار سخت ملی گرا بودیم آردیم دیگه ای چون که در تناچو زندگی کده بود یک منطقه که سرزمین از مو یا قبضه کده دیگرو نه در سر زمینای خود خود دیگون یا اوگو بودینا نه دیگه طبعا درد زمینا زیادتره نه و ما هم اینجی که خدا رحمت کنه آتی من قلم کرد و بابی مندلی گلزاری آقای شیخ ناصر که در روزه خانی های خود از عبدالرحمن قسم کرد او در روزه خانی ها بس دیگه ملاحاری از محرم قسم هم کرد نه او همیشه قصه های عبدالرحمن رو کرد دیگه اونو چیزا مور یک پرکلی آتیش جور کرده بود آردی ما از رزگگی بسیار سخت علاقه داشتی دمی مسائل دیگه یک روز مرجی سرخ رایی وی وشنه کده بود مرجی سرخ کس تا خوش کزی همی در بسیار خوش نمایی معلوم میشه خستن هم یک دانه زیر بسیار زیاد تلخ ریزه بگون بگونده یک قداتی خور رفته بود که سودای خرج خانه بیاره بوره و برینج مرین خوردم بود دیگه بس دیده بود که یک دنه کراچی بلی امزی هم سرخ سرخ پرتا با خدا خبر ای چیز بلایه همی تشکیت دیست خمین دزا یک مشت خفور کده در جیب خمین دزا نه سایی بزو میگر نه آتش میگر نه از آبادی که بر میشه یک کمک داشتی ما یه بین مری آباد و بازار همین جی که مرسه مگه کستی همی مشت خفور کده در دان خمین دزا دنیای کودکی دیگه همین رقم است دیگه ایرکی میخی تلخ منه خود از این گیریر شروع منه آبی چیم چی پر میشه آتیش هم خدا بیا برده یک چپاگی محکم سبده منه چیز خاک را خورده تو اگه نکی مرچ جیب از این مرچ بوره دیگه خود چیم بسیار شوخ بود خدا رحمت کنه یک انسانی
عجیب و غریب بوده، یک اکادمی بوده، او یک انسان نبود، یک شخصی تنها نبود. شاعری او میکرد، درامه او نوشته میکرد، خودش در درامه بازی میکرد. این یک انسان بسیار وطن دوست و قوم دوست بسیار محکم بود. امو بود که ما من همیشه ما بس رادیو کابل رو گوش میکردم، دیگه چه داره بی بی سی می بی سی دوباره افغانستان رو خبر بریزی نقل میکردم. رادیو کابل قوس زلمی اگر متوجه شده باشین بسیار نفری خوبی رادیو کابل بود، پرودوسر بود، برنامه های بسیار خوب پخش میکرد. یک برنامه به نام جوانه ها پخش میکرد، روزای پنجشنبه بود گمانیم در 11 بجه صبح کابل. دیگه در اونجا یک قوم مدزی نویسنده بود، داستان کوتاه نویشته میکرد. او زیاد داستان های کوتاه زود برای عزره بود و همی زنای عزره که بیچاره از مفلسی در خانه محمد زیا کار میکرد، کالاشویی میکرد. دیگه داستان های بسیار عجیب و غریب دل ادم را کش کده برو بر میکرد. دیگه ما اون داستان ها را برای زینه قلب میکرد و مرگی گیر میکرد. خدا رحمت کنه مرا یوسفی میگو تو جان مرگ اما نقل کالاشوی را کنو قد از ما. باز ما برش نقل میکردم، باز او دیدش میچقی، باز ما را بغل میکرد. مگو تاردی ما اینمی مردم را آزاد منی، اینمی مردم یا که امی تر ظلم بشه در افغانستان بلشی، اینمی مردم را آردی ما آزاد منی بخیر. باز خود از این بسیار چیزا را نقل میکرد. انسان بسیار مخلص بود، یعنی در احبری خو همیشه چیلنج میکرد. یعنی دیگار هم گفت تو کن سنگیرک یک بازی بسیار شریفانه یه، ما حتی سنگیرک بازی ننم، چی جایی که سیگریت بکشم، چی جایی که نسوار بکشم، چی جایی که یعنی مگو یه مگفت رهبر باید بسیار پاک دامن بشه، رهبر نباید معتاد بشه، رهبر نباید دغل بشه، رهبر نباید پر از فساد بشه. دیگه یک انسانی بسیار منصر به خود بود، راستیش یک نابغه بود انسان. دیگه ما وضو عمر که یک جای تیر کردیم، همی بود کردیم و یک جای افغانستان رفتیم. خدا رحمت کنه اکرم یاری ستاره شرق گفتم شد در خانه زی آردیم و در حال رفتی که چهار طرف خانه زیر در سنگ ماشه چانگا معاشره کده بود و همو بود که بعد از موکی رو برد دیگه تا امروز دیگه معلوم نشد. دیگه ما از این سفی خاطراتی بسیار زیاد دارم. دیگه خوب است یاد خاطره اکرم یاری هم شد، امیدوار هستم که روشان شاد باشه. زنده یاد یوسفی، اینکه من یک کتاب ازشان دارم بخیر، فرهنگ ادبیات آزارگی. بخیر یک وقتی با سمی کتاب را معرفی میکنم، بسیار کتاب گرانبهایی است. و شما از قوس زلمه گفتین، او را اوغانا پسان سالا بعد دمی آخر دیگه دو تا دلجی کردن، او یک کتاب قرآن پاک منتشر کرده و در اوغانا او را دو تا دلجی کردن برآمد دیگه از اون. بیچاره قرآن را تنها ترجمهش چاپ کرده بود نه؟ آره دیگه او دیگه همون دیگه فرهنگ اوغانی همین رقم است دیگه، دهشت و وحشت و یعنی چیز است، کدام چیز دیگه تا حال دیده نشد دیگه. معاصلش همین گروپ قرون وسطایی است که حاکم است. آره گپ یاد زنده یاد یوسفی هم شد، یک دفعه یاد یکی دیگه از شخصیت های بزرگ هزاره هم خوب است اینجا داشته باشیم، یادش بکنیم. و او خو یکی از شخصیت های بسیار شناخته شده هست، جنرال موسی خان هست. جنرال موسی خان هزاره را به عنوان یک شخصیت شناخته شده هزاره، شمایی که یک هزاره در پاکستان هستین چی رقم توصیف میکنین؟ میتونین یک توصیفی امو رقمی که واقعا اولین چیزتان هست، اولین برداشتون وقتی که نام جنرال موسی خان را میشنوین، یک تصویر شما از جنرال موسی خان چیست؟ آقای میرزار ما به خاطر زین نمگم که ما خود مزاره ایم، نه مردم آزره انگلیس ها دوباره آزره مگه آزره یک مارشال ریسه، یک نسل جنگجوی آزره.
بس یک استعداد فوق العاده در آسرا. مثلا شما علی بودی بامیان رسید که چند هزار سال پیش جور شده یه اوزار آزرا چی رقم اوزار داشته که میر جور کده نه؟ آزرا یک مردمی از پیدای از تولد خوب با استعداد دیگه ای جنرال مصاره که دیا دیدم مایا ای الگوی استعداد بود. جنرال مصاره یک انسانی که از افغانستانی که گفته خود جاندوم گریخته مایا دیا بیهشت که ما خود میر بیهشت مگم پاکستان را نه تو او را جاندوم مگی ما یر بیشت مگم دهی بیشت که مایا ده فوج انگلیسی مثلی که خود چی کتاب نوشته کده جوان تو جنرال یعنی یک عسکری عادی ده فوج انگلیس داخل مشه شامل مشه بازی طرفه کده طرفه کده طرفه کده مورا وقتی پاکستان جور مشه باز ده فوج پاکستان مورا مورا جنرالی دو کشور مشه که یالی دو کشوره یک بنگلادش یک پاکستان و هم جنرالی که از عسکری فقط در استعداد شخصی نه واسطه داشته نه پول داشته نه پشت سر از کدام کس بوده که ایر پیش تو شکنه بوره بگو کس را بگو بچه امیر وشت باشه امیر قوم های میا امیر بچه خاله میا امیر تو جگران جور که مفتکی ماشینی نه او تر نبوده ای از استعداد خوب مورا رئیس کل قوای سیگانه پاکستان رئیس یعنی قوای هوایی داره پاکستان قوای دریایی داره قوای زمینی داره باز دو کشور هست هم بنگلادش هم پاکستان دیگه باز قدزو قاطی ای پاکستان غربی گفتم شد او پاکستان که بنگلادش بود او شرقی گفتم شد ای والی پاکستان غربی هم بود و یک انسانی با استعداد بود که در جنگ پاکستان و هندوستان در سال 1965 میلادی یک مشتی بسیار محکم در دانی هندوستان زد و ما هرچی که افتخار کنی بلی از این مرتکه ای کمه ما ریزه بودم بچه ها مگود که جنرال مصاح کوتا هم ده بود مگود بیا بوری جنرال مصاح رو بگی که تو خد رئیسی جمهور خد خدا بیا مرز رضا شاه پهلوی بسیار رفیق نزدیکی تو اموجه یک واسطه بازی کو که مورا در ایران دیگو دانشگاه تیب بیپ مورا را بیده یا آقا خان را بگی او وقتا پرنس کریم آقا خان رهبر مذهبی آقا خانیا بود یا آقا خان را بگی که مورا در دانشگاه آقا خان دانشگاه تیب شید مورا سال یک دو نفر را بیده جنرال مصطفی خدا رحمت کنه چون او دیگر رقم زندگی کرده بود او بسیار قار شما دید. او مرتی که او بچه شما چی مگین؟ من روی بروی شماستم جنرال محمد موسا من روی بروی شماستم بچه یزدان خان من یک اسکر در فوج انگلیس ها داخل شدم امروز نمینگرین ما جنرال متقاعد شدم جنرال قوای سیگانه پاکستان من کی واسطه شده که من در این منصب رسیدم او چون که در بسیار محیطی پاک و صاف زندگی کده بود او هیچ باورش نمیمد که در شهر اینجا واسطه بازیه در شهر رشوت خوریه دیگه او یک انسان بسیار با استعداد بود سری از را بسیار بلند کده هرچی که در خوبی او ریاد کنی کم شما از رفاقت دوستی بین جنرال موسا و شاهنشاه ایران یاد کرده بودن یک عکس بسیار معروفی است از ایشان همراه با محمد رضا شاه پهلوی که هم نشان میده که جنرال موسا امور رقم نشسته و خوب بهادر بوری امور نشسته و چیز است دوستا قوما اگه دمی صفحه فیسبوک را چیز بکنه من در صفحه فیسبوک خوی را نشر کرده بودم من یک عکس را امرا با عکس یکی از بزرگان هزاره یوسف خان هزاره با پدر باز محمد رضا شاه پهلوی به اصطلاح علی امین جنرال موسا خان با این عظمت و عظمتی که داشته آیا افکار عمومی جامعه پاکستان هنوز جنرال موسا را یادشان میاد یا نه
هنوز هست در افکار عمومی پاکستان شخصیت جنرال موسی خان؟ ولا این طور است که پاکستان متاسفانه یک کشوری بسیار بسره کشوری بسیار رئی پاسان بسیار ببندوبار شده نه کشوری پاکستان این مندل جنار یاد نمونه این کشور این کشور قد خوار مندل جنا قد فاطمه جنا چی کارا کرد باز هم مشکر منی که جنرال موسی را یکو توره نمگه در پشت جنرال موسی یکو دوسیه نبود یکو فساد مالی نبود یکو بدنامی دیگه نبود شکر جنرال موسی یک از او جنرالای هست که هیچ تومت و هیچ مشکل در پشت سرش نبود البته هر سال که یادواره جنگی سال 1965 را در 6 سپتامبر پاکستان او را برگزار منه متاسفانه در چند سال اخیر من ندیدم که جنرال موسی را در اون تراخ که گاه یاد میکرد حالی هم خود دولت پاکستان یاد کرد البته روزنامه ها افتخار منه توالی بلیشی در 6 سپتامبر بدون ذکر جنرال موسی 6 سپتامبر در نظر از من یک پوف جاره است. خب آلی امی چهره و ابهتی که جنرال موسی داشته با توجه به وضعیت گفتن پاکستان در چند وقت یعنی رقم شده دیگه تأثیری بر وضعیت هزاره نداره دیگه در اونجا وضعیت فعلی هزاره خود امو ابهت و چهره که جنرال موسی داشته دیگه هیچ تأثیری نباید داشته باشه با توصیف شما نه این طرح که بدون تأثیر هم نیه نه یکان وقت اگر در یکو مجلسی که ما قد افسرهای نظام برابر میشید در کدام جای یکو برنامه یا یکو سیمینار هنوز هم بسیار در احترام از جنرال موسی یاد منن البته این پاکستان یک جامعه است که اموز مسئله از درگیر شما شنیدین دیگه مگه مو زنده خوب نداره مرده بد نداره نه تعریف شمونه لیکن قدر زیاد راستیش هم اینا لیون تو خو عمران خان امروز گرفتور در زندان است نه یک صدر اعظم یک دبیر یک توری دروغ خندی بلی یک ساعت نام شبت کردونه تو ساعت گرفتی ساعت را دیست نکده ور سودا کنی دیگه این تر چیزا همون شاقا مخواه مردم از یاد چی موره دیگه لیکن نظام پاکستان از یاد چی نرفته اینم اینجی از ملتان تا اسلام آباد اکتا کجای یک قطار دنام جنرال موسی موسی اکسپریس مگوره این اینجی که اصلا اینی دروازه که از پالوی مری آباد دمینی منطقه نظامی ها دایی کشلی از کری که ما مگی بسیار کلان جایی مو چاونی مگی یاد انگلیسی کنٹرونمنٹ مگا نا اینی دروازه دلام جنرال موسی اکس جنرال موسی زده اینجی یک روایت رو من بارها از قوما شنیدم باز در جاهای مختلف هم خواندم که جنرال موسی خود آرامگاهش در خراسان است در مو پاکستان دفن نشد و به خراسان ایران منتقل شد در اونجا در جوار امام هشتم شیعیان دفن شد در این چند روایتی که هست گفته میشه که اگر جنرال موسی در خود پاکستان دفن میشد عالی وضعیت هزاره شاید بهتر می بود و این تأثیر داشت در وضعیت هزاره های پاکستان شما به عنوان کسی که در پاکستان هستین با این دید شما برداشت شما چی هست از اینکه جنرال موسی در پاکستان دفن نشد و در جای دیگه دفن شد یا خویی طرح که یک گلوک مردم ها از بسیار از بعض چیزا خبر ندارن نه وقتی که 20-23 سال پیش آزرا زیر اتاب مایا پشتاری هدفمند شروع میشه اونجی تومتا عجیب غریب در پای آزرا میشه نه و یالی هم این مردم از مو این زیاد مردم خود مو آواده ده میگم را یه زی پیش چرا کس نمو گفت جنرال موسی چرا رفته در ایران
دفن شده. جنرال موسا یک انسانی بود که یک عقیده داشت، یا ارم الله بازی داده بود یا خود از او مترقیده داشت. آتشی خدا رحمت کنه یزدان خان او در مدینه دفنه نه آتش جنرال موسا. باز دیگه فامیل چرا اونجی نه اونا نیشت یک امور او زمان جنرال بود دیگه، او زمان سعودی هم که است همیشه از نگاه نظامی محتاج پاکستان نه، او زمان جنرال رئیس کل قوا خود جنرال موسا بود. از او خاطر اونا ایره هشت که آتی خرونجی دفن کنه. ای یک عقیده ای که ما در کعبه دفن چنم، ما در مکه دفن چنم، ما در پیش امام رضا دفن چنم، ما در پیش امام حسین دفن چنم نه دیگه. ای چیزا خو گاخو او زمان که جنرال موسا اونجی دفن چنم، زمان خو ای تاسوبای مذهبی شیعه و سنی ای قدر دعاقش نبود. البته چنشاه رضا شاه پهلوی گمتر که پیشتر گفتم ای پهلوی قد خود از ای بسیار زیاد شیرین رفیق بود. ای گفتم بسته خاندان مرا در حرم امام رضا اجازه بده که دفن شنه، و گفت نه ما از کابینه پرسانم. بس کابینه اجازه نداد، گفت خود چرا قد همسر شی اجازه بدین که اینجی دفن شنه دیگه. ای رو باز ما مردم خود یا حضرت دان تگرو دیدی ای که جنرال موسا چرا اونجی رافته، ای که جنرال موسا چری تر شد. ممکنه بعضی شرورای دیگه هم همی کبار گفته بشه، لیکن این در نظر از ما البته اگر مقبره شی همی چی در قبرستان مریاباد همی چی مو بود، خو هر سال در 6 سپتامبر بدون گفتو در بله قبر ازی جشن بود، رژه بود که مو را پریڈ بگی در پاکستان، یک فایرینگ شادیانه بود یا احترام بود، هرچی بود دیگه. هر سال در 6 سپتامبر و در 14 آگست حتما بلی قبرزی یک رونق مو بود. بسیار خوب. دوستا شاید امی سال بسیار من در اینجا میبینم بعضی از دوستا هم امی را باز پرسیدن. خب در این مورد دیدگاه امون زاویه دیده آقای رضا وکیل عزیز داشتم. یکی دیگه از شخصیت های بسیار مطرح هزاره در پاکستان امو زندیاد نصرت فتح علی خان بود که خب و تبدیل شده بود به یک چهره بین المللی دیگه، یک جایزه یونسکو را هم او برنده شده بود، مدال یونسکو را که مربوط به اسم نقاش معروف پیکاسو بود او هم برنده از او شده بود. در مورد فتح علی خان چی چیزی دارن؟ خاطره چیزی خودتون ارتباط داشتن؟ نصرت فتح علی خان را با ایشان ارتباط داشتن؟ شناختتون با ایشان چطور بود؟ نه دیگه، ما قد فتح علی خان نصرت فتح علی خان هیچ قسم ارتباط نداشتم. و از چهره آزرگی ازی مر پریشان مکد، البته چرا چهره ازی آزرگیه نه دیگه، هیچ معلوماتی نداشتم. یک برنامه در تلویزیون پاکستان بود، او مرتکه که برنامه را اجرا میکرد، او بسیار آدم لایق و با استعداد بود، او حافظه ایزو بسیار قوی بود، بسیار آدم مشتو بود، در نام طارق عزیز او از این سوال پرسان کرد که از کجا هم ده؟ ای آقای نصرت فتح علی خان ای گفت که ما از دهلی هم دوم، از دهلی نو. گفت نه از پاس از او کدام پاس. اینجا نصرت تو خوب فتح علی را پاکستان فتح علی تلفظ منه، خوب نصرت فتح علی اینجا تلفظ منه دیگه. یه نصرت فتح علی یه گفت که ما از دای چوپانو اونمون جی مردم خبر شد که از دای چوپانه یا از رای و ای از آزره که کم به شما معلومات داشتی یک محله در دهلی بود، امزو محله که آزره زندگی مونه در دهلی ای امزو محله یه دیگه. غیر از او مثلا امیر خسرو در هند زندگی که در اورم دهلوی مگه و هم آزره بود، از آزره آزارستان بود، از قبیله
لاچین بود. از او که تیر شده خانوم مهناز، اینجی میدم مهناز مکفتورم، یک آوازخانی بسیار مشهوری پاکستان بود، یک چهره بسیار پرستکنده آذربایجانی داشت. مادر از او از اردو زبانای هند بود، کجن بیگم که در موسیقی بسیار نام داشت و بسیار پخته موسیقی دان، موسیقی فهم بود. آتیزی ما نامش زیاد مرکته، یکو صوبیدار بود در فوج. یک وقتی در جنگل شیر سرزی حمله کرده بود و یک تصادفی یک پیشقبض داشته بود آتی مهناز، هم صوبیدار. بازی که شیر تنهای خو مخ شه، بازی دست روزنامه ها چاپ میشه، در اخبار در رادیو ها اعلان میشه. به زمین مادری مهناز کجن بیگم بس با اصطلاح آذربایجانی وطن سر ازی آواز میده که اگر دوست داری من ترشوی اونو به زمین آزرا امی کجن بیگم را قبول کرد، بس قدزو عرصی کرد. امی مهناز را متاسفانه وقتی که ما خبر شدم خود من سوستی کدم، ایدا از در گجرا والا زندگی من کد از اونجی کوچ کد کراچی رفت. ما بارها گفتم کراچی برم ایره بینگرنم کد ازی مکمل تفصیل از ایره بگرم. مریض شد ایره امریکا یا کانادا برای تداوی مبور درام این تیارا باود کد دیگه این طرح آزر گو. یک چیزی دیگر هم باید آزره که درام مو شمور گوش نباید بگم، پیش از پاکستان در شب قاره هین تیمی فوتبالی هزاره فوتبال کلب و هزاره هاکی کلب اردوشی در کل شب قاره هین قهرمان بود. آزره کویتا هم هاکیشی در کل هندوستان در کل شب قاره هین که پاکستان تبال جور نشده بود قهرمان بود، هر تورنامنت ازیا بود و هم فوتبال شد. اینی را هم باید که آذربایجانی که امروز ما شما رو گوش نباید خبر کنم که ای دو تیم قهرمانی هندوستان پیش از پاکستان. بسیار خوب، خوب است که هزارها قومای عزیز بدانند که بالاخره هزاره درست است که در کنج ضعیف تاریخ قرار داره، بیش از 130 سال است که مدام با حملات و جنایات و سازمان یافته مواجه شده، اما هر ملت دیگه جای هزاره اگه می بود شاید نیست و نابود می شد، اما هزاره هست که چنان سربلند هست و افتخار می آفرینه و هزاره باید بدانه که اگر بخواه می تانه تاریخ را تغییر بده. و مثال های زیادی هست از شخصیت ها، از حرکت های جمعی هزاره که گواهی است که هزاره این قدرت و توانایی را داره. لازم است که یک دفعه درون خودش مراجعه بکنه، به درون خودش هر شخص هزاره خود را پیدا بکنه و بعد دمو هویت جمعی و ملی هزاره را هم و هزارستان را هم دریابه تا دوباره با تسلط و قدرت و توانایی که خودش داره بتانه از کنج ضعیف تاریخ برایه. آقای رضا، در چیز در ما میبینم در رسانه ها، در شبکه های در رسانه های پاکستان، در رسانه های اجتماعی سوشال میدیا میبینم که بسیاری از جوانای هزاره در رشته های مختلف ورزشی صاحب مدال میشن، در تکواندو مثلا، کاراته، تکواندو در پاکستان، در سطح علامه محلیشی، در سطح ایالتی و در سطح ملیشی و در سطح بین‌المللی هم. امی یک معلوماتی در این مورد بدن که چرا مثلا توجه هزاره در اینجا زیاد است و آیا این تأثیری در فضای کلی حالی با جمعیت تقریبی که شما از هزارها گفتن تقریبا نیم فیصد هزارها نیم فیصد جمعیت پاکستان را تشکیل میدن، حالی این مدال ها و به اصطلاح در این قسمت ها در عرصه های ورزشی آیا امین چهره هزاره را در سطح ملی در پاکستان چطور معرفی میکنه؟ آیا تأثیری داره، نقشی داره در این زمینه یا نه؟ آره، این که جوان ها از ما چی دخترا چی بچا در بوکسینگ، در کاراته، در جودو،
آدمی چیزا مدال های طلایی از خارج هم آورده، در داخل پاکستان هم زیاد مدال گرفته. ای البته از طرف دکتران و دیگه دکتران پاکستان زیاد تشویق مونه که اونا هم دمی شعبه سپورت باید و حتما در هر جایی که در تلویزیون های پاکستان ها لکو میده در پاکستان 16-20 چانال خالی کانال از تلویزیون دیگه تبلیغ میشه، در شناسایی آزرا کمک میشه، مردم آزرا رو مینخشه و باز مردم آزرا رو زیاد حقیقت تعریف نیم روزم یک ویدیو توخ مکدم دیروز نه ویدیو بود، دیروز جمعه بود، مردم اونجا چکر مکر رفته بود کو یک آدم ویدیو جور کده بود مگفت اینی مردمی سریلا رسیل کی چی رقم موتر سیکل می چلانا تازه یک آدم خود خود قلم خچار کده اور در شفاخانه برده بوری نه از آزرا یاد بگیری نه آزرگو کراتا بازی نه آزرگو فوتبال بازی نه آزرا نم فهم چی چی بازی نه آزرا درس می خانه بوری این چرون زنا یاد نمی گیرین که ما اینی جی روزای جمعه موتر سیکل سینه پلیس وار میشین خود خود قلم خچار مونین و اینی رقم تاثیر مین نزد دیگه دیقل در منطقه که مردم در قدنوه هم سایه یه مور مین گرده سرمزوا و این رقم تاثیر مونه دیگه. درست است. در خب ما میبینیم که در داخل هم ما جوانای هزارت به این عرصه ها بسیار فعال هستن و بله. در عرصه های اولین مدال آور المپیک او دوزخی که او جور کده می ازاره است روح الله عزیز و بسیار جوانای دیگه هست در عرصه های مختلف در رمو و دی خب کیست که قدر این مردم را بدانه و فقط پلان جنایت و علیه این مردم تا عالی سازمان یافته. آلی حدود چند ساعت میشه، حدود یا 2 ساعت و 11 دقیقه میشه که امروی هم دیگه هستم مانده نباشن. آقای رضای عزیز بازم سپاس و ادامه میدم خلاص نشده گپ ما اوت چیز باشی چای تونه موبایل از من کم منده خود چارچی 20% هم ترا منده. خب یعنی هنوز نیم ساعت دیگه میتونم حداقل گپ بزنیم. خب ممکنه. خب امی چیز را یک کوشش میکنیم در 15 دقیقه دیگه ختم بکنیم. بازم سپاسگزار از این که هستن دوستا قوما بیننده های عزیز که در یوتیوب در فیسبوک ما رو میبینن لطفا پیام های خود بنویسن، پیام های زیادی هم البته همیالی هم نوشته شده سپاسگزار. در یوتیوب برن و اگر میشه سابسکرایب بکنن تا بتانیم ما همی برنامه های ما گپ و گفتی که امروز با آقای رضا وکیل عزیز داریم به تعداد بیشتری از قوما برسه و آگاه شوند از وضعیت هزارها در پاکستان. آقای وکیل عزیز چی رقم میشه پیوند و رابطه هزارهای پاکستان با هزارها در نقاط دیگر جهان به شمول هزارستان مستحکمتر، هدفمندتر با هدف و با استراتژی شوه؟ چی پیشنهاداتی دارن یا چه نقاط موانعی برای این قضیه وجود داره و چطور اون موانع را میشه برداشت؟ در نظر از ما موانع و در خاص نیه. البته یک چیز رو ما میخواییم تذکر بیدم، قوم بلوچ بسیار تیت فرگه، بسیار ساحه بلوچستان، ساحه جغرافی منطقه جغرافیاییشی 44% کل پاکستان، یعنی قریب نیم پاکستان تنها بلوچستان. بسیار زمین پراخ داره و بسیار زیاد از آزره کده هم زیاد زیر ظلم قرار داره، زیر بینصافی و بیادالتی قرار داره. این در نظر از ما یک علت از این ایه که بلوچ چندین زبان گپ مگه، یک زبان از یا بلوچیه، یک زبان از یا براهویه، یک زبان از یا سندیه، یک زبان از یا فارسیه، یک زبان از یا سرایکیه. ما همین 5 زبان خبر دارم، خودون از اینا این داد 12 زبان مگه. خب اف زبان دیگه زیر ما خبر ندارم. امی 5 زبان یک مشکل را بلده بلوچا ایجاد کده
کی بلوچا به خاطر کی زبون یک دیگه خور نمو فهمن متحد شده نمیتونه. ما و شما زیاد زبون نداریم، اما کسایی که فارسی یاد گرفته در نظری از ما بخشش میخوایم از کل دوستایی که زبان فارسی آذرگونی که دری یا فارسی گم مگه از بخشش پیشلوکی بخشش میخوایم. ممکنه ما اشتباه کنم، ممکنه ما اشتباه کنم، اما اونا که درس خوانده فارسی یاد گرفته اونا تگی مونه مگه ما آذرگی نمیفهم. مو اگر مخ یک قطره است، اگر مو کوشش کنیم مثلا اینجا یک مکتب از مو در نام امت داریم که او یک مضمون چی داری هسته تا سنفی دار در خیال داری یاد میده که تا سنفی هشت را که تا سنفی نور سید یاد منیه. این حالی مو کوشش ایره کنی نه توق مو قد ترکای خود خود قد سر تا سر جوان که ترک مو قد از وای ارتباط نداره زبان ترکی یاد نداره. مو آزرا اول کوشش کنی که تمام مو یک زبور قبول کنی دگور از خاطر یک دیگه قبول کنی بخشش میخوای. مو در زبان آذرگی تماس بگیری یا زبان دری تماس بگیری، البته ما وش کدوم دیگه آذرستان مردم شی دری نم فهمم، اما در کی مولا تقدیر بنا خالی بیچارگو گریام نه اتلم فهمم که چیز میگه ام زبان دری ام این بیتر. مو اول کوشش کنی که یک دیگه خدا قدم زیار رنگ زبو است قبول کنی، یک دیگه خطار نه دیگه کوچکی یعنی رقم تو را میگه افغانستانی یعنی رقم تو را میگه از ایران یعنی رقم. مو کوشش کنی بین خود ده هر زبو که مش اول ارتباط جمعی برقرار کنی، اینمی ده ارتباط برقرار کدو بسه یک دیگه خورا قناعت بیدی که مو تمام مو تا که آزره ده افغانستان عبرو پیدا نکده، ده آزارستان خو عبرو پیدا نکده، ده یک سری دنیا عبرو پیدا نمیدنه، اول باید مو تمام مو اینی را قناعت کنی. اگر مو قددی چار خانی خروی خوز افغانستان با آزره آزارستان بال بگرم آزره آزارستان بسه مرق قبول نکنه، آردوی مو یک جایش ده آزره ایران قبول نکنی، بازارسی مو یک جایش ده آزرگون که امروز ده اروپا ده استرالیا و ده امریکا و کانادا زندگی نوار قبول نکنی کار پیش نماره نه. مو اول باید تمام مو بیشی قدق دیگه خود ارتباط بگیری، قرار مشکل نیه دیگه. این میر قمی امروز ما وستو قد کلی آزاری جهان درو گب گب از مو خوش شمایا نمایا درو گوش منه مگر مو شمو خیتر نیه خودم خسته که مو بری یکو مشکل جور کدو درو گب بیسنه نه. مو اردوی مو کوشش منه که امیر خس آزاره که تمام دنیا جمع شده مو استرو گوش منه، مو امی آزارگو را حد یقل دمو گفتگوی خود خو یک جایی کنی اصو باید یا خودون چم مفهمه که نه مو باید یک جایی باشی. مو شما باید کوشش کنی از اول قدر دیه خوب آمتر که تنظیم مثلا آزره سنی را کوی که بسیار قدر داد وام زیاد خوش شد. مو یک دیگه خود دعوت کنی یک چهار نفر از پاکستان شما در اروپا یک کنفرانس بگیرین، مو رو کوی که یک دمتر یکو برنامه مو اینچی میگیری از کل جهان آزره را کوی منی یاد آیه یکو کشوری دیگه کوی منی اگر اینجی اوضاع خوب نبود نه. مو شما باید قدر دیه خوب بیشی یک دیگه خوب قناعت بده که منزل بیخیمو یگه سربلندیه و این سربلندی غیر از انسجام دیگر رقم مو پیدا نمیتونی. مو باید منسجم شنی، مو باید متحد شنی، مو باید اتحاد کنی. بسیار سپاسگزار. در مسئله ای که خب بعضی نظرات وقتی که گپ نظرات میشه در مورد زبان، در مورد ریشه های تاریخی، نظرات متنوعی که و گوناگونی که وجود داره و در جای خودش، اما گپ اصلی ایست در اینجا ایست که ما باید یک جای باشیم، با هم دیگه درک متقابل داشته باشیم که یک دفعه به چهره یک دیگه نگاه بکنیم. امی تو هم مزاره هستی، من مزاره هستم، درد داریم، زخم داریم، یک سرگذشته را پشت سر گذاشتیم یا آواره شدیم، دلایل ما دلایل یکی هست و ما یک آدم یک چیز هستیم، از یک ریشه و تبار هستیم و او بهتر از زمانی میتونیم که این مسیر تاریخ را عوض کنیم که یک جای باشیم و تنوعی که در ما بین ما وجود داره نباید باعث اختلاف ما مردم شوه، بلکه باید ما از این تنوع به عنوان نقطه قوت خودمان استفاده بکنیم، با یک دیگر بسیار مهربان تر باشیم، یعنی و پرخاش نکنیم
مهربان صحبت بکنیم، احترام بگذاریم به یک دیگه. خب که خوشبختانه من میبینم که این وضعیت در بین هزارها به شدت گسترش پیدا کرده، مهربان تر هم هستن آقای رضای عزیز و خیلی خوشحال میشه از آنهای زیبایی از هزاره یک جای بودن را میبینه، یک جای یک مشت شده و بخیر اتفاق میفته و هزاره سرنوشت خود برای همیشه عوض خواهد کرد انشاءالله. کدام گپ و پیش از این که خداحافظی بکنیم، کدام گپ و سخن خاصی هست بخواین به هزاره ها در داخل خود پاکستان بگوین و به هزاره ها در هزارستان و نقاط دیگه دنیا؟ خب ما با یک فردی از رایم خدمتگار هستم، اما در نظر ما یک قصد نمیم که ما مردم از ری خدای با پیغام بدم. البته خواهش دارم، ما دمی پسان این خواهش را بار بار گفتم، پیش شما هم گفتم که او ملت او از ری که در پاکستان، در ایران، در افغانستان، در آزادستان، در کل جهان زندگی مونیم، بین همه فکر شخصی که برای خود خمونی همیره ترک کنیم، فکر کلگی رو کنیم، هر کدام ما یک عضو جامعه آزرگی هستیم، باید این رو باور کنیم تا که جامعه آزرگی سری پای خیسته نشده، تا که جامعه آزرگی از مشکلات نجات پیدا نکده. من رضا وکیل که من یک نفر نام رضا وکیل، خود شما میر هزارین، ما در تنهایی از این مشکلات نجات پیدا نمیتنیم. بین همی قوم را بدون از این که نظرات چیه، کی ولایت فقیر خوش داره، کی یک چیز دیگر خوش داره، بین ایدولوژی با ایدولوژی ریده کنی، اول همی مردم را سری پایش یسته کنی، همی مردم را از بدبختی بر کنی، از بیخانمانی بر کنی، از تای قتل عام نجات بدی، از او باید بیشی توق کنی که کدام نظریه، کدام ایدولوژی ندرد از ما مخده. فعلا اول پیش از ایدولوژی باید بای قوم خوره از بدبختی، از بردگی نجات بده. بسیار اولویت های ما باید مشخص باشه. این گپ بسیار عالی و مهمی است که اولویت های ما همی باشه که جنایت ختم میشه و استاپ هزار جنوساید یکی از کارهای خوبی هست، حرکت های خیلی خوب مدنی هست که هزارها از سال گذشته شروع کردن، این را ادامه داده و همه اولویت های خود مشخص کرده و یک پارچه یک دست به خیر کار و فعالیت خود همه مردم هزارستان در هر جای دنیا که باشد، در پاکستان باشد، در ایران باشد، در اروپا باشد، در امریکا، هر جایی که باشد، نقطه وصل و پیوند ما هزاره و هزارستان هست و امیر اولویت خودمان قرار بدیم. سپاسگزار آقای رضای عزیز، دیگه وقت شما رو دیگه نگیرم دیگه. یا سلامت باشین، من توسط شما اول شما تشکر منم، دویم از قوما که ترگویای از ما را تحمل کدن، همزین جی کلی از را یک سلامی در خدمتی بخیش عرض منم. امیدوارم که روزای خوش را تمام از ما بینگرنی، نسل آینده ما روزای خوش را بینگرنه، روزای بی تعصب را بینگرنه. اگر امکان داشته شد ما ازبک، از تاجیک، ترکمن و پشتون در حساب برابری زندگی کنیم، کلیگی ما یک دیگه خورا احترام کنیم، کس از کس نفرت نداشته باشه. سلام در خدمت کل آزه و هر شخصی که ما را اردوی ما را تو قده، سلام در خدمت بخیش. سپاسگزار، یک بار دیگر سپاسگزار از تمام بیننده های عزیز، از این که 2.5 ساعت تقریبا شد همراه ما هستند در این گپ و گفته بین رشته ای که درباره هزارهای پاکستان بود. روزگار هزارهای پاکستان را با آقای رضا وکیل عزیز بررسی کردیم. در آینده بازم با آقای وکیل عزیز گپ و گفت خواهیم داشت درباره مسائل مختلف، ازشون خواهش میکنیم که با ما باشن. پیامان من
پیامای دوستا قوما رو من نگاه کرده بودم، مخاطبین عزیز هم بیشترشون سپاس و تشکر بود و مو بحثایی را که ما انجام دادیم را اینجا بازم دوستا نظرات خود را در مورد ارائه کرده بودن. دوستایی که در تویتر در فیسبوک هستن مانده نباشین، دوستایی که اگر ما دوستایی که قوما و مخاطبانی که در فیسبوک هستن خواهش میکنم یک دفعه به توییتر هم بیاین، بسیار مهم است که در یوتیوب بیاین، بسیار مهم است که یوتیوب هم اونجا یک فضای بسیار کلانی است، مخاطب بسیار زیاد میتونه باشه و در اونجا هم بیاین دنبال بکنن، سابسکرایب بکنن، لایک بکنن، پیام بنویسن نظرات خود را که ما بتانیم به امی گپ و گفت خود را با هزارها در نقاط مختلف دنیا که داریم یا موضوعات دیگری که بحث میکنیم به تعداد بیشتری از قوما برسانیم و باز هم سپاسگزار. هفته آینده ما به مهمان یکی دیگه از قومای خوب خودمان خواهیم بود، سورپرایز باشه نمیگم، فعلا هفته آینده هم در خدمت شما خواهیم بود. آقای رضا وکیل عزیز باز هم سپاسگزار از اینکه همراه ما بود، بخیر، خدا یارتان باشه، خدا نگهدارتان، خدا حافظ، بخیر باشین، سپاسگزار، خدا نگهدارتان. خب دوستا باز هم از شما سپاسگزاری میکنم، اما رقمی که دیدن با آقای رضا وکیل عزیز گپ و گفت داشتم در صفحه من اینجا دوستا رو میبینم بسیار پیامای بسیار زیادی را فرستادن، سپاسگزار از اینکه هستن همراه در این گپ و گفت. برای من میتونن مستقیم پیام بفرستن، ایمیل بکنن در صفحه فیسبوک، در صفحه یوتیوب برای من پیام بنویسن که اگر موضوعات خاصی، مسائل خاصی هست که میخواین در این گپ و گفت ها ذکر شود، مطرح شود و ما بگوین ما یک نگاهی انداخته و یک اولویت بندی کرده و کوشش میکنم که او نظرات و دیدگاه قوما هم در اونجا مد نظر گرفته شبه. باز هم سپاسگزار از اینکه همراه ما بودن، امیدوارم روز و روزگار خوبی را داشته باشین، خدا یارتون.